با درود و عرض ادب خدمت یکایک که شما دوستان و هموطنان عزیز و گلم، امیدوارم هر جا که هستین تنتون سالم و لبتون خندون باشه. امروز چهارشنبه ششم مارچ 2024، 16 اسفند 1402. این تاریخ ها بعضی موقع واقعا گیج کننده میشه. در هر حال مثل همیشه براتون از کلاب هاوس اتاقی رو انتخاب کردم. در این اتاق آقای وریا امیری رفته بود و این اتاق ولایی ها بود، میشینن دور هم دیگه و خوش میگذرونن. اما وقتی که وریا امیری رفت اینجا، باهاشون بحث میخواست بکنه در ارتباط با مشروعیت نظام و اینکه در این انتخابات مفتزهانهی که داشتن و به قول خودشون 40% آدم رفته شرکت کرده، که اکثریت مردمی که در ایران هستن و باهاشون صحبت میشه و همه میگن شاید حدوداً اگه خیلی هم خوشبینانه باشه 20% رفتن رای دادن. حالا ما میگیم مثلا 40% خودشون. و وریا داشت با اینا صحبت میکرد که آقا این سیستم و این نظام اصلا مشروعیت نداره و دلایل خودش رو داشت میآورد و اونها مثل این سگهای هار که میریزن سر یه دونه تیکه گوشتی که گیرشون میاد، وریا رو اون وسط گیر آورده بودن و خلاصه هر کسی میومد و یه گازی به وریا داشت میزد. من تعجبم، واقعا در تعجبم که چرا کسانی مثل وریا امیری، رایان عباس‌زاده و و و و میرن و با اینها صحبت میکنن. این آدم ها اصلا اینا صحبتی ندارن. اگر اینا شما رو توی خیابون بگیرن مگه باهاتون صحبت میکنن؟ اینا همیشه از دریچه قهریه وارد شدن با مردم. حالا یه عده میخوان جست روشن فکری بگیرن و برن با اینا صحبت بکنن. من واقعا عصبانی میشم وقتی میبینم افرادی مثل وریا امیری میرن و میخوان با اینا صحبت بکنن و اینا با برخورداشون، تیکایی که میندازن، فکر میکنن خیلی فانی هستن و خیلی حالیشونه. و خلاصه این از این اتاق ها بود دیگه. چند نفری در این اتاق اومدن و به خاطر شرایط موجود اتاق صحبت نکردن، اما من قسمت هایی که وریا با اینها داشت جنگ و دعوا میکرد رو جدا کردم که امیدوارم مورد پسندتون قرار بگیره. دوستانی که در ایران هستن لطفا با لایک کردن، گذاشتن کامنت به رشد و دیده شدن ویدیوها میتونن کمک بکنن. دوستانی هم که در خارج هستن، اگر کار ما و کانالمون رو دوست دارن و خواستن حمایت بکنن، میتونن از طریق گزینه تانکس و یا جوین این کار رو انجام بدن. دوستان جدید هم سابسکرایب که میکنید لطفا زنگوله رو هم بزنید که وقتی ویدیوی جدیدی میذاریم نوتیفیکیشنش براتون ارسال بشه. یکی دوتا از کامنت ها رو هم که خونده بودم، دوستان میگفتن چرا بعضی از اتاقهایی مثل همین ویدیویی که الان براتون دارم میذارم رو منتشر میکنیم، این باعث پروموت کردن این افراد میشه. نه دوستان عزیزم، خیلی از مردم ما توی اون حباب خودشون دارن زندگی میکنن، مخالف جمهوری اسلامی هستن، 4 دونه همسایه‌شون هم مخالف جمهوری اسلامیه و فکر میکنن همه این شکلی هن. نه، باید ببینیم توی جامعه چه افرادی هستن، با چه طرز تفکری، چه ایدئولوژی، اینا رو باید بهتر بشناسیم. همیشه دشمن رو باید خیلی خوب شناخت. من اگه براتون بیام فقط اتاقایی که بچه‌های براندازی هستن، همه هم دارن حرف خوب میزنن، به به چه چه، این چه فایده ای داره؟ ما باید این افراد رو بشناسیم به دو دلیل. همین که توی مبارزه باهاشون بدونیم چجوری باید مبارزه بکنیم، همین که این اتاقها سندی میشه در ایران آینده. این افراد برای دونه دونه حرفاشون باید جواب بدن، باید اینا جواب پس بدن. الان توی قدرت نشستن، لاتوازی هم را میندازن. اینا فراموش کردن که بزرگترین نظام های دنیا هم بوده که بالاخره یه روزی فرو ریخت. سال 56 وقتی 100,000 نفر توی ورزشگاه آزادی یا شهیاد اون موقع میگفتن جاوید شاه، هیچ کس فکر نمیکرد یک سال بعد همون مردم، بسیاری از اونها بلند میشن با یه سری روشنفکر احمقتر از خودشون
ایران رو به این روز میندازن. اما این آقایون هم الان نشستن فکر میکنن که همه چیز زیر دست خودشونه، براندازه هیچی حالیشون نیست، هیچ کاری نمیتونن بکنن، اما جوجه رو آخر پاییز میشمارن. ضرور مسئله دیگه ای نخواستم بزنم که بی‌ادبانه باشه. زنده باد ایران و ایرانی با شرف، لعنت به هر چی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و هر کسی که داره به هر نحوی به جمهوری کثیف اسلامی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا بکنه. اگه ایرانی با شرف هستی میدونی که لیاقتت خیلی خیلی بیشتر از این آخوند بی‌ناموس بی‌شرفه. اگه فکر میکنی که این آخوند خیلی خوبه، لیاقتت در حد همین آخونده، اون موقع شما روبروی ما ایستادی، دیگه با ما نیستی. قربونتون برم، دم همتون گرم. ولی شما میگویی مثلا 62% شرکت نکردن یا 60، از کجا میاری؟ من که تو جیبم دارم و حرف میزنم، شما دارید بر اساس ببینید بر اساس آمار شما. من که قبول ندارم که شرکت مردم در انتخابات جمهوری اسلامی به معنی رأی آریانه به جمهوری، من اینو قبول ندارم. همین عواملی که نقض میکنه فرمایشتون رو، 1.5 میلیون واجد شرایط خارج از کشورن امکان شرکت بالاخره خارج از کشورام، در انتخابات آقای مثلا خاتمی و روحانی که خارج از کشورا شرکت میکردن و اون عدد رو شما حساب میکردید، اون موقع قبول بود. اون که شما الان قبول نیست. انتخابات مجلس یه چیز دیگه است جناب وری. آقای فرهنگ صبر کنین. آقای فرهنگ این استیج مشارکت عمومی نیست، افرادی انتخاب میشن در بحث شرکت میکنن، فعلا این جوریه تا کامنت اوکی. آخر اون موقع هم که مشارکت رو به ما تایم ندادیم دیگه، از اون مدلات دیگه. الان یه امشب استثناءن ما انتخاب میکنیم کی جواب کی رو بده، شبای دیگه که دیدین همیشه هست، بعد از اینم دوباره افتر پارتی همینه برمیزم. اصلا الان بخشای خوبیه، بذارید من ادامه دوباره بگم. ادعای آقای علمی، یا ببینید من اصلا حرفم این نیست که شرکت مردم در انتخابات، ادعای من من حرف خودم رو دارم میگم، حرف خودم رو دارم میگم، من حرف خودم رو میگم. ادعای من این نیست که اگر مردم 40% شرکت کنند یا 60% شرکت کنند این معنی رأی آریانه به جمهور، من ادعا رو نمی کنم. من میگم مشروعیت جمهوری اسلامی از فضای باز جامعه میاد، از این میاد که مردم، من مخالف جمهوری اسلامی بتوانم در جمهوری اسلامی زندگی کنم تا وقتی که قوانین مشروع و حاکم باشد و منم به اون قوانین احترام بذارم و بتونم نماینده مجلس بشم، نظرت استثوابی نباشه، بتونم حرفم رو بزنم، بتونم میدیامو داشته باشم و مخالفتم رو بگم. ولی مردم دلشون میخواد جمهوری اسلامی باشد، بسیار خوب میپذیرم. تا وقتی که حقوق من، حقوق فردی من نقض نشود، من این رو میپذیرم. پس چون این شرایط نیست، جمهوری اسلامی نامشروعه. این استدلال من برای نامشروعیته. حالا پاسخ رژیم در این مدت چی بوده؟ میگه آقا از این حرفا که شما میزنی ما چیزای دیگری داریم که نشون بدیم مشروعیت داریم. چی داریم؟ این که مردم در انتخابات ما شرکت میکنند، این یعنی مشروعیت ما. یعنی اصلا براشون مهم نیست که ما میگیم فضا بسته است، نمیذاری تظاهر به آرا وجود داره، چیزای دیگه. اینا رو میگن شرکت مردم در. حالا ما بر اساس استدلال خودتون داریم میگیم این پاسخ رو هم دیگه ندارید. دیگه پاسخ این که مردم در انتخابات ما شرکت میکنن پس ما مشروع، اینو ندارید. حالا چه پاسخ دیگری دارید برای این که قدرتی که دست شماست مشروعه و شما نقش گروگانگیر رو ندارید؟ این سوال منه، بفرمایید. ببینید شما وقتی قاعده رو بر اساس مدل خودتون تعریف کنید، خب نتیجه همونیست که میگید. عرض من اینجاست، شما الان رفتید یه فرضی رو مبتنی بر آینده پژوهی مطرح کردید، بسیار روشن عرض کردم. حاکمیت مشروع خودش رو در معرض قرار میده، مگه الان از این فرار کرده؟ حالا الان به جامعه خودش امکان و فرصتی داده برای اعتراضات مدنی، این یعنی مشروعیت. یعنی شما الان میتونی بر همین سوار بشی اعتراض کنی به حاکمیت، حاکمیت اینو بهت داده، باز طلبکارش هستی، دقیقا اینو به تقدیم کرده، این یعنی مشروعیت. اگر این رو میبست و میگفت نه همه چی عالی بوده و بستم و ما فلان هستیم، و اگر میگویید نه آنچه که الان هست میرود به سمت توتالیتر یا اقتدارگرایی پیشرفت یا تمامیت خواهی، من اصلا حرفی ندارم. فقط یه سوال میپرسم، شما چرا فرض آینده پژوهیتون رو امروز به شکل مطلق دارید پیاده سازی میکنید؟ حاکمیت مشروع یعنی اینی که خودش رو در معرض بذاره، مردم امروز اومدن اعتراض سیاسیشون رو گفتن، الان
شما مبتنی بر همین چیزی که حاکمیت به شما داده دارید کنش میکنید، بعد جالبه که جلوش هم میایستید و بعد میگید مشروع نیست. حاکمیت مشروع باید چیکار؟ گفتگو در یوتیوب مناظره برقرار کردن و این چیزا، اینو حاکمیت به من نداده. درصد الان شما میاد بالا میگید که این حاکمیت مشروع نیست، ما به شما میگیم آقا برو دیگه بحثی نداریم باهات، برو پی. خب تموم کارت دیگه. نه فرقی نمیکنه. من همون استدلال رو برای شما می آوردم. اشکال نداره. شما یه فردی که نمیخواد قاعده ها رو بپذیره. نه ببینید، اگر انتخابات شما 60% تو شرکت میکردن، من همین پاسخ اولی رو میگفتم. شرکت مردم در انتخابات یه لحظه اجازه بدید من به شما میگفتم، مثلا اول بحثم هم گفتم به شما میگفتم که مشارکت مردم در انتخابات به معنی مشروعیت نیست، کما اینکه نیست. من میگم ادعای شما غلط بوده از اول که گفتید شرکت مردم در انتخابات به معنی مشروعیت است. این ادعای باطلی است. خودتون کرده هر کس که ادعا کرد آقا رهبر نظام کرده دیگه و خیلی از طرفدار نظام میکنن. حالا اجازه بدید حرف من تمام شه. اگر کسی ادعا میکنه که مشروعیت ما از شرکت مردم در انتخابات میاد، الان دیگه این باطل شد. خیلی خوب، مگر اینکه شما بگید نه، منم ادعام این نبود که شرکت مردم در انتخابات به معنی مشروعیت ماست. اون موقع اگر واقعا صادقانه بگید جناب علمی من اهل صداقتم، من کارم فلسفه است و کارم علم و فیزیک و این چیزاست، من با truth کار دارم، من به دنبال دروغ نمیرم چون دروغ خودم رو گیج میکنه، شما رو گیج میکنه. خب به دروغ باطل هم نمیرم. شما صادقانه یه لحظه مقبولیت از واژه مشروعیت صحبت. یه لحظه اجازه بدید من سخنم تمام شد جناب علمی. اگر استدلال شما این باشه، اگر یه لحظه بذارید من تمام کنم. مشکل داره عجیبه. خب وارد صحبت من میشه که منم آقای تموم شدم من وارد بشم. بذارید من فکرمو به آخرش برسونم. آقا خب خیلی میسن جواب. بذارید من فکرمو به آخرش برسونم. من که یه نفرم، شما که تعداد آقای وریا که آقای وریا صبر کنین. آقای وریا صبر. ایشون که تموم کرد آقا میسن میگه، بعد من یه کامنت از آقای علوی میگیرم و باز دوباره میریم توی چالش. آقای وریا شما ببندید. من وقتی میگم اهل حقیقتم، یعنی که میگم شما اگر صادقانه به من بگید چرا به رژیم جمهوری اسلامی دلدادگی دارید، بحثمون جای بهتری میره دیگه، با هم تظاهر نمی کنیم. من صادقانه به شما دارم میگم جمهوری اسلامی ظالم است، نامشروعه، برای همین باش مخالفم. خب شما صادقانه به من بگید آقا جمهوری اسلامی باورهای دینی من رو اپلای میکنه، مثلا میگم، اگر دلیلتون این باشه، یا اینکه بگید نه من در کنار جمهوری اسلامی مثلا نمیدونم، البته شما رو نمیدونم، هر کسی دیگری ممکنه بگه آقا من وابستگی به قدرت دارم، به این دلیل دفاع میکنم، این با صادقانه است، این دیگه صادقانه است. اگر آقای علمی من صادقانه بگن آقا ما به یک خدایی باور داریم که یک دینی آورده، یک شریعتی آورده و جمهوری اسلامی اونطوری که ما فکر میکنیم حقیقت دست ماست داره اپلایش میکنه، برای همین مشروعه، دیگه بحثمون میره سر جای درستی. ولی اگر آقای علمی باورش در باطن اینه ولی این رو نمیگه چون میدونه این در بحث شکست میخوره، به جاش به من میگه نه مشروعیت ما از مثلا انتخابات 12 فروردین 58 میاد یا انتخابات مشروعیت ما از شرکت مردم در انتخابات میاد، اون موقع بحث جای غلطی میره. منم مجبورم به شما بگم بفرمایید 41% پس مشروع نیستید، بحثمون گیج میشه. برای همین من واقعا پیشنهادم اینه که صادقانه بگید مشروعیت جمهوری اسلامی از کجا میاد. خب آقای علمی تفسیر میکنید بحث من که مشخصه، شما بحث خودتون رو بکنید، نگید آقای علمی اینجوری فکر میکنید. خیلی خوب اجازه بدین اینجوری فکر نکردم آقای علمی. آره نه چون که آقای وریا یه کار غیر حرفه‌ای دارن تو بحث میکنن، یعنی ایشون میخوان حتما برنده بازی باشن. منم مشکلی ندارم، ایشون نظر خودشون میگن، منم نظر خودم رو گفتم، به همین خاطر میگم. من اصلا به دنبال برنده بازنده نیستم، من واقعا به دنبال اینم که حقیقت یه ذره بزنه بیرون. خیلی آقای وریا ببینید، برداشت من از بحث خودمون اینه، این نظر منه، بعد آقای میثم صحبت کنه بعدم کامنت میگیره. ببینید نظر من اینه که آقای اینو دارم عنوان همتیمی از این برم. آقای علمی عمدن جواب نمیده، برای اینکه از نظر من در یک پرسشی گیر کردن. به چه صورت؟ خیلی ساده است. آقای وریا داره میگه که شما مشروعیت از کجا میگیرید؟ آقای علمی میگه من یه مشروعیتی رو دارم که یک مبناهای
دینی و غیره داره، به رأی گذاشتم 12 فروردین رأیشو گرفتم دارم حکومت میکنم. آقای وریا میگه که امروز 41 شدی، چرا؟ چون همیشه گفتی انتخابات نشون میده این موضوع رو که منو میخوان، و اینم قابل کتمان نیست. همه جا صحبت از این بوده که فردا ملت ما نشان خواهد داد که جمهوری اسلامی رو انتخاب اولش و و و. حالا شاید آقای علمی باید میگفت چرا باید حکومت ایران مرتب مشروعیت خودش رو به پرسش بذاره با مردمش. هنوز این رو آقای وریا جواب نداده. این خب یه پرسشیه دیگه، 12 فروردین گذشته داره میاد. من همینو پاسخ بدم خیلی سریع، اصلا من نمیگم هر دفعه، من اصلا باورم برای این نیست که قانون اساسی باید هر سال به رفراندوم گذاشته بشه. اصلا من دارم میگم وقتی فضای سیاسی باز باشه، وقتی فضا باز باشه، مجلس انتخابات نظارت استصوابی نباشه، نهادی فراقانونی مثل رهبری نباشه و نمیدونم احزاب سیاسی باز باشن، اجازه تشکیل حزب و میدیا و این چیزا باز باشه، خود به خود شما مشروع میشید. کسی که قانونی دیگه لازم نیست که شما هی رفراندوم بذارید که بله بفرمایید. آقای طوفانی بازم شما یه خیلی راحت هست. آقای طوفانی دارید اون همینه که من میدونم میدونم آقا من دارم تحلیل خودم رو میدم. نه من تفسیر باشه، من تفسیر خودم از حریف میدم. شما من 5 تا بخش براش مشخص کردم، بعد میگه ایشون از پاسخ نداد. شما باید بگی اون 5 تایی که گفتی این بود این بود این بود. نه نه آقای علمی از نظر من مقابل شما پاسخ واقعا ندادین. آقای علمی من قانع نشدم اینکه پاسخ ندید نکته درسته. شما 5 تا مورد رو یه سوال کردید. آقا من حریفم میگم پاسخ ندادی، قانعم نشدم، پاسخم ندید. عجیبی نگفتید. ببین اینجوری نمیشه. میشتم از شما یه ساعت حرف زدم، میگم شما پاسخ من ندادید، شاید شما دنبال پاسخ گرفتن نیستید. یه سوالی مطرح کردید شفاف، گفتید چرا این آرای سفید وقتی میدونه نیومد. 5 تا دلیل براش آوردم، گفتم یکی اشتباه در تشخیص افراد، گفتم عدم دسترسی به انتخابات، یه دلیل دسترسی نداشتن به انتخابات، مریض بودن، خارج از کشور بودن، آمارشون. من اینو نمیگم شما جواب ندادی، من جواب آقای وریا رو میگم شما جواب ندادی، اونو دارم میگم. من اینو گفتم بله. من میگم در دوگانه ای که آقای وریا میسازه از اینکه مشروعیتت از کجاست، چون ادعا کردی همه این سالا من از انتخابات میگیرم، میگه عدد 41. آقای وریا یه آپشن دیگه هم گذاشته، میگه بیا نگو انتخاباته، بگو از خدا میگیرم یا بگو نه. ایشون میگه مشروعیت مدر، میگه مشروعیت مدر، ما اینو نشنیده بودیم تا حالا. اصلا چه چیزی نداریم آقای علی. آره من همینو میگم، اینو میذاریم دور بعد. حالا آقای میگه مشروعیت مدر یعنی یه پلنی رو چیده و راجع به اون حرف میزنه. من چیزی که اصلا نمیدونم ایشون دنبال چیه رو باید بشینم دفاع کنم، برای همینه نکته نظر خب. دور بعد میگه مشروعیت مدرن رو ایشون توضیح داد. آقا سعید من یه نکته بگم، آقا آقای علمی بالاخره اگه قراره یه واژه ایشون بخواد به کار بره باید به مدل جمهوری اسلامی بخوره یا نه؟ ما که نمیتونیم یه واژه رو طراحی کنیم بعد بیایم اینو به زور بخورونیم به سیستمی که توی جمهوری اسلامی هست. ایشون استاده، ایشون ادعا میکنن که استاده. یه لحظه بشه بدیم حرفم تموم شه. آقا بذارید حرفم تموم شه یه لحظه. ایشون الان ادعا میکنه استاد فلسفه هستن ولی به زور میخوان مثلا قطعه مرسدس بنز رو بچسبونن به مثلا ماشین بنز. نمیشه که. بعدم ما مگه میشه ما بگیم آقا ایرادی نداره هرچی که شما بگید، بعد من بیام بخوام از مثلا سفینه فضایی صحبت کنم، مثلا بیام اصطلاحات یک کشتی رو به کار ببرم، مثلا این امکان وجود نداره. منم اینجا نخواستم چند مورد ورود کنم ولی دیدم ایشون همچنان اصرار داره با وجود تذکر، بازم ایشون میگه من استاد فلسفه‌ام ولی توی بحث مقبولیت و مشروعیت یکی از مهمترین بحث‌هاست و همه جا و از فراگیره ایشون میاد میگه نه مشروعیت با رأی، این میخواد یه مدل دیگر رو به زور بچپونه توی مثلا یه سیستم که الان موجوده. استدلال من چی بود؟ ادعای من چی بود؟ و کدوم قسمتش شما ببین آقای بر اساس کنشی که یهودی صهیونیست میاد میگه من آدمم باقی مثلا حیوانه. خب الان بریم با یه مثلا شخصی حرف بزنیم که مدل فکریش اسرائیلی باشه و اصلا اون ما رو قبول نداره، جز حیوان نمیبینه.
حالا شما اومدید یه الگوی جدید ارائه دادید، اون الگوها رو باید بیاری تو این کشور بخورونی اول، بعد راجبش نقد. این الگوی شما مشروعیت مدرن از کجا اومد؟ اول بیار بخورونش تو این کشور، یعنی بگو این قاعده دارن. آقای بریا بذارید میتم صحبت کنه. شما به واژه ها زیاد میپردازید. ببینید وقتی من اصلا مشروعیت مدرن منظورم اون سه تا تقسیم بندی وبری یه ذره کلاسیکه. بریا الان جواب نده، بذار میتم هم بگه یه جا جواب بده. این چیز خاصی نیست، اینو شما جواب میدی. حتما مشروعیت مدرن خود جمهوری اسلامی داره الان ازش استفاده میکنه، به مشکل هم خورده، برای همین رأی مردم به چالش کشیدتش. آقای میثم بفرمایید. بس ببینید دوستان، کم کم داریم میرسید به همون اشکالی که من اول بحث آقای وریا وارد کردم. ببینید آقای وریا، چه از لحاظ اخلاق صحبت کنید، چه در متدولوژی های حکومتی صحبت کنید، چه در متدولوژی حاکمیتی و تئوری های حاکمیتی و بررسی مسائل دموکراسی در تئوری‌های مختلف دنیا بخواید صحبت کنید که در طول تاریخ اومده، شما نمیتوانید اشکال در اجرا رو به ساختار بدون ادله مرتبط کنید. شما میفرمایید که در مورد اخلاق صحبت میکنید، من از باب مشروعیت اخلاقی پاسخ شما رو میدم. شما میفرمایید که در یک انتخاباتی مردم اومدن به این نتیجه رسیدن که اخلاق در یک جامعه حکومتی نیست. شما دارید در مورد حوزه اجرایی صحبت میکنید، در حوزه اجازه بدید. من اینو نگفتم، من کی گفتم مردم اومدن؟ من نگفتم. آخه شما حرف من تغییر میدید. خب بابا یادت دقت بکنید آخه کجا حرف من بود؟ قطع کنید صحبت من. آقای بری امیری، آقای بری امیری، شما با آقای رضاییان هم که بحث میکردید دقیقا همین مدله. یعنی شما تنها فردی در دنیا هستید که هیچ کس حرف شما رو نمیفهمه. خب تغییرش ندید. شما در فهم اگه تغییرش بدید من مجبورم مخالفت کنم. تغییر شما دارید گفتید من در مورد مشروعیت اخلاقی صحبت میکنم. غیر از این گفتید. نه خب غلطه، خب متوجه نشدید. من الان میگم بگید حاضرید میخواید الان یه رأی بگیرید در همین اتاق های من اینو گفتم. اجازه بدید. نه ببین، نمیتونی شما رو موج نارضایتی مردم سوار شی و ادبیات پوپولیستی. ببین آقای بری امیری، اینجا کوزوو نیست، ما هم گوز نیستیم. عین کلامی که شما اجازه بدید. جناب نیستم، من دارم با شما بحث عقلی میکنم. این حرفا چیه؟ مایک باز نکن دیگه آقای بری. ادبیات یک گفتگو رو رعایت کن. مگه من تو صحبت شما اومدم؟ شما 5 6 بار تو صحبت های من اومدید. مگه من تو صحبت شما میام؟ این نشون دهنده دست خالی بودن غیر از این مگه چی میتونه باشه؟ یا عدم تسلط بر کلامه. گوش بده بعد پاسخ بده. من به شما گفتم شما مشروعیت رو بعد بیایید در تئوری حاکمیتی بررسی بکنی. وقتی داری میگی یک حاکمیت، شما باز هم تفاوتی بین حاکمیت و حکومت قائل نیستید. بعد میگید من آکادمیک هستم و استاد دانشگاه هستم. حاکمیت و حکومت با هم متفاوته. یک نفر هست اینجا ترم 3 حقوق باشه اینو متوجه باشه؟ داریم کسی تو استجویت بگه که شما دارید غلط بررسی میکنید، تحلیلتون غلطه؟ آقای بریا، حاکمیت با حکومت فرق داره. مشروعیت در قالب حکومت با مشروعیت در قالب حاکمیت متفاوته. 5000 جلد تاله کتاب راجع این موضوع نوشته شده، مگه میشه شما نخونده باشید؟ موضوع بعدی، شما خودتون وقتی من گفتم این مشروعیت به دوستی مایکشون بازه، وقتی من گفتم شما در مورد مشروعیت اگه بخواید صحبت کنید باید تو این فیلد صحبت کنید، گفتید من منظورم بعد اخلاقیه. دو تا دقیق متوجه نشدید. اجازه هم که نمیدید من دقیق بگم. آقا بذار من صحبت کنم. این حرف من نیست. آقای وریا ببینین دیر نمیشه به خدا. ایشون صبر کرد، شما صبر کنید. ضمناً من یه همتیمی به خودم اضافه میکنم، کم دارم. آقای علیرضا مصطفی رو من به خودم اضافه کردم، تعداد کم دارم. بفرمایید آقای. بله، من که معتقدم این بحث کاملا تخصصیه. اگر بخواد به این شکلی که آقای بریا میخواد نتیجه مشروعیت بگیره. نه مصطفی خنده نداره. آقای مصطفی. نه من به حرف داره به حرف من منم خندم گرفت. من سوپتورا یکم شلوغ بودم، سعید هی داره نیرو میاره. حالا امامزاده است داره دور خودش جمع میکنه. آقا میتام حساس نباش، بفرمایید. حالا من اشکالی که به بحث آقای بریا وارد کردم کاملا مشخصه. من میگم شما میتونه بگی که آقا شورای نگهبان اخلاق رو رعایت نمیکنه، شما میتونی بگی قوه مقننه اخلاق رو رعایت نمیکنه، قوه مجری اخلاق سیاسی و اخلاق اجتماعی رو رعایت نمیکنه، رهبری نظام اخلاق رو رعایت نمیکنه، براش هم ادله بیارید. ولی از تمام اینها تو بعد کارگزاری نمیتونی بگی جمهوری اسلامی ایران اخلاق مدار نیست. چرا؟ چون اگر اخلاق مدار نبود
اولین اتفاقی که میافتاد در همین انتخاباتی که پیش رو بود و گذشت میومد درصد رو بالاتر اعلام میکرد، کاری نداشته، اومده 41%، 42%، اخبار اطلاعات واقعی رو که شما همین رو هم قبول نداری و براش ادله هم نداری، میگی چون در یک جای دیگه دروغ گفته شده پس اینجا هم دروغ گفته میشه. شما به عنوان یک رئالیست که خیلی معتقدی رئالیستی، آیا این ادبیات یک رئالیسته؟ آیا این متد رئالیستیه؟ شما باید در همون سال و در همون بحث یک ادله داشته باشید، از جای دیگه نمیتونید بیرید برای یه چیزی. به قول ماها میگیم نفی شی اثبات ما ادات نمیکنه، که خیلی ساده است، قاعده کلیه در همون فلسفه‌ای که شما میگید و در منطقی که شما انقدر راجعش نمیخواید بحث بکنید، میخواید در مسئله فلسفی بحث بکنید. ما یکی بازه، من نمیدونم این آقا دوستان آقای سعید اسم بده ریموف کنم، اسم بده من گیر نده دیگه. آقای مثلا جون آقا حوادش پرد میشه، بحثش حقوقیه، بفهم آیا تو فایلوت کن به دوستان بگید که دیگه نه اون رو استش واقعا حرفی امروز روز الیت کلاب شداری اتوهای اینجوری بفرمیم. یک بخشی از مردم نارضایتی های دارن، بحث زندان ها رو مطرح میکنن، بحث قوانین رو مطرح میکنن، اینها رو هم های بدیا باید مصداق هایی که دارید و راجبش بشینید صحبت کنید، ببینیم آیا این چیزی که شما مدعی هستید، شما با نتیجه گیری شده صحبت میکنید و رو این به این میگن روی موج نارضایتی مردم سوار شدن. شما نتیجه گیری ها رو کردی، میگه آقا قوانین غیر اخلاقیه، خب کجا بشینیم مورد به مورد بررسی کنیم. من دارم میگم تمام این موارد غیر اخلاقی در بخش کارگزاری و در بخش حکومتیه، حتی اگر تو بوده قانون گذاری باشه، خود قانون گذاری هم زیر مجموعه یک بخشی از حکومته، یعنی یک مجلسی که قانون گذاری میکنه. اینا همه رو میشه به زمان بندی خودش برطرف کرد. ما هم نقدهایی تو این حوزه داریم و یه سری مسائل هم نمیپذیریم. تو بوده فساد ما صدامون بالاتر از شماست، تو بوده قوانین اشتباه ما صدامون بالاتر از شماست، تو بوده عملکرد اشتباه در دستگاه اجرایی صدامون بالاتر از شماست. شما که فقط یک در کلاب هاوس صحبت میکنید، ولی من دارم میگم از اینها شما نمیتونید بگید جمهوری اسلامی نامشروع است. اینو نمیتونی نتیجه بگیری آقای وریای امیری واقع گرا و رئالیست که مدعی موضوع هستی، چون پر از اشکالات علمیه. حالا شما میگم میخوای به این نتیجه برسیم، میگم آقا در جمهوری اسلامی نام رفتارهای غیر اخلاقی انجام میشود، میشینیم مورد به مورد بررسی میکنیم، شما نتیجه گیری شده صحبت میکنیم و این رو هم من چیزی بر سوار شدن بر موج نارضایتی مردم که از مسائل اقتصادی بیشتر میاد و از آزادی های اجتماعی که هر کدومش هم جایزه. شما در مورد تحزب تو ایران صحبت میکنیم، میگی حزب و رسانه در ایران آزاد نیست، بشینیم قانون احزاب رو بررسی کنیم و و شما نمیدونید چه تعداد در ایران حزب وجود داره. حزب رسمی در ایران چند تا آقای بریا لطفا بیان کنید. میخوام بگم که شما که میگید حزب در ایران وجود نداره، آیا قانون احزاب رو خوندید؟ فقط 50 تا گفتید داوطلب حزب آزاد. مگه من گفتم حزب وجود نداره؟ گفتم تشکیل، گفتم شما آزاد نیستید هر حزبی رو بگید. حالا نوبتتون میشه بریا، نوبتتون الان تموم میشه، شما صحبت کنید دیگه. شما گفتید حزب احزاب، منظورتون این بود که احزاب آزادی عمل ندارن در جمهوری اسلامی ایران، درسته؟ اگر آزادی عمل نداشتن دو تا اتفاق میفته، یک احزاب خیلی محدود میشن، تعدادشون خیلی میاد پایین، دو احزاب نمیان از سیستم قانونی عبور کنن برن حسد کنن، میان در تشکلهای زیرزمینی در حوزه سیاست فعالیت میکنن. سه قانون احزاب رو شما باید مطالعه کنید ببینید کجاش ایراد داره. شما میگید هر کس به رهبری نقد، یک نفر سیلی زد بردن زندان، این کجای اصلا قوانین رو مطالعه کردید؟ واقعا مطالعه کردید صحبت میکنید؟ کجا کسی به رهبری حتی توهین هم بکنه تا حالا بازداشت شده و ممکنه تو بعد تخلفات اداری باش برخورد شده باشه؟ چه اتفاقی افتاده واسه کسی تا حالا؟ یک مثال بزنید. کسی که میاد در طبق قانون مجازات ما میاد تشکلی ایجاد میکنه برای مبارزه با حاکمیت، این دو ما در اقدام علیه امنیت ملی برابرش قانون داریم. بازداشتی هم بوده، بازداشت موقتی بوده، بعدا رسیدگی شده، طرف رفته. این حرفا حرفاییه که باید مورد مساق براش بگید. یک نفر شما خیلی عجیبه، ببینید پاپولیسی دیگه،
یک نفر در یک مدرسه سیلی خورده بردن اون رو بس کردن به رهبری. چی بوده این یه فرق؟ این کجا بوده؟ پروندهش کجا بوده؟ چه زمانی بوده؟ اسم شخص چیه؟ این ادبیات صحبت کردن یک رئالیست نیستش که، خیلی پاپولیستی، خیلی رسانه‌ای صحبت می‌کنه. مرسی با احترام. چون که من اینو جمله بگم، من اگه آقای وریا امیری مثلا دنبال اقناع ایشون نیستم، چون آقای وریا امیری ساعت‌ها و اتاق‌های بسیاری با آقای دکتر رضایان اینجا بحث کردن، آخرش هم ادله های متقن ایشون رو قبول نمی‌کردن، چه برسه حالا ادله های ما که بی‌سوادیم به قول خود. خیلی نه این حرف نه آقا وریا، آقای وریا اگر میشه بر اساس حرکت تیمیمون روی سعید جان فوکوس کنید. سعید جان بله الان میخوای آره میخوای من بگم بعد آقای وریا با هم اجازه بده؟ بله حواس شما بله من از همه هم تیمیام هم میخوام روی پوینت های کاری فوکوس کنین، روی حاشیه ها نرین که به دام حریف نیفتیم. آقای علوی شما کامنت بده بعد آقای وریا. نه دیگه طولانی میشه، چون بذارید من بگم بعد، چون طولانی میخوان صحبت کنن بعد باشه بگن دیگه، بعد من گوش بگید شما آقای وریا بفرمایید. ببینید ادعای من واضح بود، من وقتی میگم یک رژیمی نامشروع است، ببینید وقتی مشروعیت یک چیزیست که باید نمایش داده بشه، خب برعکسش که نیست. مثل همون مثال اینه که وقتی میگن آقا یک کسی ادعا میکنه خدا هست، میشه رژیمو تعریف کنید بعد فردا به من مزخرف. ببینید وقتی ما میگیم یه چیزی یک رژیمی مشروع است، این مشروعیت از سمت کسی که تو قدرته باید ارائه بشه. الان 100 نفر اولین طرف این ریموف شدن، بفهم الان 100 نفر آدم یه جایی با هم هستن تو یک جزیره، خب 5 نفر از اینا یه سری چوب و چماق وردارن، یه در رو بزنن، یه در رو چه میدونم کتک بزنن، یه چند نفرم اجازه بدید من حرف عجیبه واقعا. شما مگه قد اعتراض نکردید من تو مایک شما اومدم؟ آقا بیستم خودت بگی نه یا تو مایک دیگه. نه ببین آقای طوفانی، ایشون اونو از کلامی که استفاده رو میکنن تعبیر نمی کنن، بعد تعبیر آکادمی که شما میگه، ایشون میگه نه اینو من منظورم نبوده. تعریف شما از رژیم چیه؟ تو میکروفون من نیاد، بذارید من صحبت کنم. وقتی دارم میگم مشروعیت، در مشروعیت یه چیزیه که از سمت کسی که در قدرته، یعنی قدرت دست اوست، بعد بگه من مشروعم. مثلا توی کمپانی هایی که چه میدونم کمپانی های تجاری، یه کسی اون بالا نشسته بگن آقا شما چرا این بالا نشستی، یا میگه صاحب کمپانی ام، خب تمام یک استدلال میاره، یا میگه بر طبق نظر مثلا کسانی که شیر دارن، سهام دارن، منو گذاشتن این بالا، یک چیزی داره نشون بده که چرا من اون بالام. خب اگر چماق دستش باشه، یه اسلحه‌ای داشته باشه، بگه خب من چون تفنگ دارم، صاحب این کمپانی ام، این بالا نشستم، اون آدما ممکنه اول سکوت کنن، ممکنه زورشون هم نرسه، ولی اگر پلیسی باشه میرن اونها پلیس رو میارن، آقا رو میگیرن، تفنگش از دستش میگیرن، زندانیش میکنن، یا اینکه خودشون میرن اسلحه میخرن، آقا رو میندازن پایین. خب تا وقتی که اون آقا زور داره و تفنگش گنده است، بله کسی زورش نمیرسه. حالا وقتی اون مثال 100 نفر رو من زدم، منظورم این بود که اگه 5 نفر از این 100 نفر یا 10 نفرشون بدون اینکه به نظر بقیه بر احترامی بذارن یا اصلا براشون مهم باشه، یه درو بگیرن بکشن، زندانی کنن، بگن که یکی رو تو غار زندانی کنن، اون یکی رو برن کنار ساحل به بند بکشن، بقیه رو بزن بگن ما نماینده شماییم، خودمونم از بین خودمون یک جوری انتخابات برگزار می‌کنیم، شما بیا شرکت کنید، همینم که شرکت می‌کنید، بین ما 10 نفر شخص الف به جای شخص ب بیاد یا بالعکس، این یعنی شما ما رو می‌خواید. ببخشید اگر این منظور شما از مشروعیت اینه که خب پس ما هم اختلاف نظر داریم. من میگم این 10 نفر بدون چماق باید بتونن نشون بدن که ما شما ما رو میخواهید. حالا منظور از رژیم هم، منظور من اینجا از رژیم، منظورم کسی است که حکومت میکند، خود مفهوم حکومت منظورم نیست، یعنی حکومتگر، یعنی کسی که نیروهای مسلح دستش، اسلحه دستش، اقتصاد دستش، مرزها رو دست اوست، بیرون وارد شدن به کشور رو او تعیین میکنه، پلیس دست او میشه، این میشه منظور از حکومت. حالا من دارم میگم رژیم، ولی نکته اصلی بحث ما اینجاست. من دارم میگم که مشروعیت شما از کجا میاد. شما پاسختون به من اینه که شما از کجا میدانی که ما مثلا ما احزاب داریم، شما میگه احزاب سیاسی نیست، احزاب سیاسی هست. ببینید سخن من رو وقتی تغییر میدید و شاید خیلی دقت بهش نمیکنید، به همینجا میرسید. من نگفتم احزاب سیاسی نداریم، شما میگه جبهه اصلاحات رو برید بزنید، 100 تا حزب میاد بالا، من حزب انجمن چیچی معلمان ایران و نمیدونم نیروهای خط امام و حزب اعتماد ملی و حزب مردم صالح. بله من که نگفتم حزب وجود ندارد، من میگم احزاب آزاد وجود ندارد. یعنی چی؟ یعنی وریا امیری
امیری یا همفکرانش یا کسانی که مثل وری امیری هم فکر نمی‌کنند ولی جمهوری اسلامی رو نمی‌خواهند، اگر اینها بخوان حزب تشکیل بدن نخواهند توانست. یعنی یه آدم مثل من که میگه آقا ما مثلا یه جمهوری سکولار هستیم، حزب سکولارها، ما دین رو نمی‌خوایم در حکومت دخالت بکنه، حق تشکیل حزب نداریم، ما کسانی هستیم که اصلا رهبری نمی‌خوایم، آقا مخالف ولایت فقیه هستیم، ما حق داریم باشیم، ما حق داریم ایرانی باشیم یا حق نداریم. اگر حق داریم باشیم پس ما میتونیم حزب تشکیل بدیم، ولی نمیشود. منظور وقتی میگم حزب آزاد وجود نداره منظورم اینه. در مورد اون کسی هم که سیلی زده و مجازات شده، حالا شما ممکنه بگید نه همچین اتفاقی نیفتاده، همچین حکمی هم به اون ندادن، منم چون کاملا میپذیرم، منم چون این رو در اخبار اینترنتی خوندم اصلا بهش اقتدا نمیکنم، ولی ما مشخصا جرم توهین به رهبری داریم، مشخصا در قانون ماده 514 تعزیرات اگر شخصی به مقام رهبری چیز بکنه، بنیانگذار جمهوری اسلامی توهین بکنه، به حبس میشه بین 6 ماه تا 2 سال. خب این یعنی چی؟ این یعنی آقا شما حق ندارید من رو نخواهید، شما حق ندارید من رو آدم مثلا بی خودی بدانید، میدونید یعنی چی؟ این به همین معنی است، یعنی اجازه نمیدید که من نخوام شما رو به عنوان اون کسی که اون بالاست. این میشه نداشتن مشروعیت، این مستاق نداشتن مشروعیت، خیلی چیز عجیبی نیست. من دارم سوال من از شما واضحه، میگم کسی که در قدرته باید نشون بده مشروعه. مشروعیتتون رو چطور نشون میدید؟ آیا با انتخاباتی که الان مردم شرکت کردن نشون میدید؟ یا نه میگید مشروعیت من از خدا میاد، چون یه بحث دیگه باید بکنیم، یا نه میگید مثلا مشروعیت من از زورم میاد، از یک جایی باید بیاد، من باید بدونم شما چرا مشروط. اگر از زوره، فقط زوره که دیگه بحثی با هم نداریم. شما میگید من اسلحه دستم، قدرتم دستم، شما نمیخوای برو از کشور، من هستم اینجا، حالا شما چه منو مشروع بدانی چه مشروع ندانی. خب این دیگه تعریفش تمام شد دیگه، تعریف زوره. یعنی داری به من میگید آقا من زور دارم، شما هم زور داشتی به این زور از من بگیر. پس دیگه در حقیقت دارید میگید آقا هر کس با من مخالفه باید مخالفت مسلحانه بکنه، مخالفت انقلاب با من بکنه، چون من زورم زیاده. اگر این رو میگید که دیگه هیچ، ولی اگر میگید مشروعیت شما از مردم میاد، یعنی دارید به من میگید آقا مردم ایران میخواهند من رو این بالا. چطور بدانیم که مردم ایران شما رو میخوان؟ روزنامه آزاد دارید، انتخابات آزاد دارید، مبارزه حزبی آزاد دارید، میدیای آزاد دارید، نمیدونم آزادی خواهان رو رها میکنید که حرفشون رو بزنن، کدومشه؟ خب ندارید دیگه. پس ما نمیدانیم، نمیتونید بگید مردم ایران ما رو میخوان، پس میشه نامشروع. تمام سخن منم تمام. آقای علوی صحبت میکنن، نه آقا میسن وقت شما نیست، آقای علوی صحبت میکنن، میشه از اون تیم، بعد آقای علیرضا مصطفی از تیم ما صحبت کنه، بعد باز آقا میثم میتونه صحبت کنه. آقای علوی بفرمایید. سلام، عرض ادب دوباره خدمت دوستان، خصوصا وریای عزیز که فکر کنم 4-5 ماهی با هم صحبت نکردیم. خدمت شما عرض کنم که ببینید اینجا چند تا مغالطه صورت گرفت که باید اینا رو شرح بدیم. اولین مغالطه که صورت گرفت اینجا در واقع مغالطه اشتراک لفظی، یعنی هی هم بچه ها تذکر می دادن. ببینید ما وقتی در مورد مشروعیت صحبت می کنیم باید بیان کنیم معنای مشروعیت و مقبولیت. حالا دوستان میگن که اینها چیزهای مندرآوردی. ببینید مشروعیت یک قالب و یک معنا داره. خب مشروعیت از شر میاد، از در واقع اون مشرعی که به قولی جایگاهی که اون قبول بودن یک چیز یا به قولی شرعی بودن یک چیز به وجود بیاد. مقبولیت بیشتر توسط مردم در واقع مورد پذیرش قرار گرفتن رو مطرح میکنه. اما نکته‌ای که مغالطه صورت گرفت این بود که این دو کلمه با هم جابجا شد. اگر لجیتیمیسی رو منظورتون هستش توی انگلیسی به معنای مشروعیت، اونجا ما باید عنوان کنیم که اونجا معنای لجیتیمیسی چیه؟ اینه که بالاخره یک فردی یک قانونی رو درست بداند یا حق بداند، یعنی بر حق بودنش، و حق به جانبی رو اونجا مطرح کنه. پس اگر لجیتیمیسی معنای مشروعیتی که شما دارید بیان میکنید باشه، این چیزی هم که به نسبت بهش اعتراض دارید، میگید که در واقع یک عده خودشون رو بر حق میدونن، از همون مشروعیت برمیاد. نکته دوم این که خب توسل به مقالطه، توسل به در واقع مرجع غلط هستش. ببینید اینجا ما چی رو داریم بیان میکنیم؟ داریم این رو بیان میکنیم که اگر فردی ادعا میکند که سیستم شما درست کار نمیکند به خاطر اینکه این سیستم این ایراد رو داره، ما میگیم آقا استدلالت این بود که این ایراد
یعنی اساساً یک سیستم رو به هم میزنه، بطلان یک سیستم رو به وجود میاره. میگن استدلال میتونم بیارم، استدلالش رو میاره، بعد میگیم یه احتمال وارد کنیم، استدلال شما به هم میخوره. یعنی چی؟ یعنی تو اون جامعه که شما هستی یا جوامع نزدیک شما و شما قبولش داری به عنوان جامعه جوامع دموکراتیک، احتمالی اگر وارد بشود، حتی یک احتمال، استدلال شما به هم میخوره. این قاعده فلسفی و منطقی قضیه هستش. مثلا مثال میزنیم، میگیم آقا شما میگید که علیه یک چیزی حرف زدن توی کشور شما میتواند غیر قانونی باشد. ما میگیم اگر این بر فرض مثال ثابت بشود، مثالش رو مثلا توی جامعه مثلا آمریکا مثلا یا انگلیس مثلا بگیم ما در مورد هولوکاست صحبت کردن غیر قانونیه و مجرم حساب میشوی، یا در مورد مثلا علیه دموکراسی صحبت کردن یا امثال اینها که مثلا 80 در واقع دانشمند آمریکایی که سندش رو من دارم که دوستان اگر لازم بود تقدیمشون خواهم کرد، اونجا به بهانه های واهی مثلا علیه در واقع اسرائیل صحبت کردن و امثال اینها یا علیه مثلا فلان موضوع سیاسی صحبت کردن، اینها معلق شدن از کارشون. پس یه چند تا احتمال میشه آورد و اون استدلال رو به هم زد. یا مثلا در مورد قانون اساسی و تبعیت از قانون، مثلا شما کشوری که مثلا مطبوع ایشون هستش و توش دارن زندگی میکنن مثلا انگلیس، قانون اساسی اصلا ندارد و کشوری که توسط یک در واقع به نوع خودشون به قول خودشون دیکتاتور در واقع کنترل میشه و علاوه بر اون بر استرالیا و نیوزیلند و کانادا هم در واقع حکومت داره. ببینید نکته ای که هستش اینه که شما اگر میخوای بگی که من یک سیستمی رو قبول دارم، اون سیستم خالی از نقصه و سیستمی که جلوش به عنوان رژیم مثلا آمریکا، رژیم انگلیس یا اگر رژیم رو ایران هم به اون معنایی که رژیم میگن بنامیم، همه اینها داخل این کاتگوری قرار میگیرن به نوعی. اما نه، اگه بخوایم بگیم که نه چنین چیزی وجود نداره، اصلا اونها دو قطبی ندارن، اونها چنین چیزی وجود نداره، میگیم آقا دوران مکارتیسم نزدیکترین دوران به ماست. اونجا یک عده آدم رو به بهانه این که عقیده به مثلا کمونیسم یا امثال این داشتن، اینها گرفتن در واقع پدرشون رو در آوردن. ببینید نکاتی که هستش اینه که دوستان یک سری چیزها رو لحاظ میکنن. گاهی وقتا ما مثلا ایشون فلسفه رو، حالا فلسفه غرب به عنوان فلسفه تحلیلی یا در واقع فلسفه کانتیننتال رو در واقع اگر خونده باشن که بیشتر تو فلسفه تحلیلی کار کردن اونجوری که من میدونم و مطالعه داشتن، نه فیلسوف باشن. یعنی مثلا من خیلی جاها بوده که با ایشون مواجه شدیم، بعضی مسائل فلسفی رو گفتیم و ایشون خبر نداشتن، باشون گفتم مطالعه میکنیم و در این مورد بعداً نظر میدیم. اما این نکته رو، این نکته رو نه میخوام به شما بگم. ببین آقای علوی، شما فلسفه اسلامی برای یه نفری که خدا ناوره که نمیتونید ادله بیارید، اصلا بحث اسلام نیست، بحث عقله. شما مثلا ببین استحال نقیزین، وقتی داریم در مورد استحال نقیزین صحبت میکنیم، میگیم آقا محال است که هم میسم اینجا صحبت بکنه هم صحبت نکنه، هم اینجا باشه هم نباشه. خب این یه مقوله عقلی، اصلا ربطی به چیز نداره که مثلا بگه چون فلسفه اسلام، اسمش فلسفه اسلام، اصلا کل فلسفه عقلانیته. دو تا فلسفه داریم، یکی فلسفه، حالا اینو توضیح بدم، یکی فلسفه تحلیلی، فلسفه غرب و فلسفه اسلامی هستش. دومی فلسفه غرب بافته. یعنی چی؟ یعنی یک عده میشینن یک سری تئوری‌هایی رو بر خودشون میبافن. ببخشید من اینو خیلی خلاصه توضیح بدم، آره خیلی خلاصه توضیح بدم، خیلی خلاصه. یکی از فلسفه اسلامی دریافته، یعنی میگه پدیده ها رو شناسایی میکنه، میگه آقا الا و لابد مثلا استحال نقیزن رو شما نمیتونی نقضش کنی، یعنی نمیتونی مثلا شما بگی که مثلا من دچار تناقض میتوانم باشم، تناقض رو شما نمیتونید همزمان یک چیز رو متناقض بهش قائل باشید. اینا چیزای عقلیه، ربطی به اسلامی یا غیر اسلامی نداره. نکته که من میخواستم بهش توجه داشته باشم اینه که دوستان، خب ما در مورد خیلی از مباحث با این دوستان ریشه شناسی بعضی مسائل رو بحث کردیم، یعنی امروز نیست که مثلا با آقای وریا بشینم صحبت کنم، موضوعی رو مطرح کنم که مثلا آقای وریا نشنیده باشه. دفعه قبلا که اتاقش هم سیو شده است، تو اتاق آقا مسعود بود، ایشون در واقع صحبت مفصلی کردن و در آخر اتفاقا حالا ما توهین نکردن و ایشون توهین کردن، اتفاقا منم فالو داشتم، آنفالو کردن که
جالب بود برای من. خب توی مباحث من به شما توهین کردم، من به شما توهین کردم، من چه توهینی؟ نه 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 به من نه، به من نه. ببینیم به کجا میبرید اینو. بذارید نکته، اشکال نداره اشکال نداره، اینو بگم، اینو بگم توهینش رو منو فالو کردن آن فالو کردن، اینو توضیح بدم. نه نه نه، این کارکرد ایشون رو میخوام بگم تو کلاب هاوس که ما باهاش مواجه بودیم، اینکه توهین کردن. ایشون گفتن که در واقع کلمه بیشرف رو آوردن و گفتم من معنای بیشرف رو اینجوری توضیح دادم، یعنی توضیح هم دادم، گفتم من بیشرف رو به خاطر همین استفاده کردم، به جمهوری اسلامی، به مردم. این مطلبی که گفته بودم تو اتاق آقا مسعود به صورت خیلی واضح هستش. ببخشید آقای عباس، کسی... ببخشید مایکتون بازه آقای رایا. بله، نکته ای که هستش، من میخوام این روش رو استفاده نکنید لطفاً، فقط و فقط رو موضوعات منطقی. من مثلا خودم وقتی دارم از آقای وریا به عنوان یه آدم منطقی در واقع نیاز دارم که مثلا جواب منطقی به من بده، گاهی وقتا میبینم که اصلا تو موضوعات وارد نمیشه، یعنی اصلا یا نمیدونم یا واقعا اصلا من خیلی تعجب میکنم، مثلا سوال میکنم ازش. من فکر کنم شما آقای وریا رو یه جوری گیر آوردین انگار، همه چی رو دارید شما حل میکنید، اینا کمکی به بحث ما نمیکنه. بحث رو من مطرح کردم، مقالطات رو گفتم، بعد گفتم ما به احتمال استدلال ایشون به خاطر احتمالاتی که من آوردم در واقع به هم میخوره. خب ایشون این رو بگن که این قاعده ای که من گفتم از لحاظ عقلی این رو در واقع احتمالی عقلی چی بود؟ چون نکاتی رو گفتید من رو پاسخ بدم، ولی قاعده عقلی اگر... آیا قاعده اگر... عقلی برای مشروعیت جمهوری اسلامی؟ اگر بله اگر مشروعیت، گفتم این اشتراک لفظیه، شما نباید از این کلمه استفاده کنید، یک کلمه دیگه میتونید استفاده کنید، چون این کلمه وقتی داریم از اشتراک لفظی، این مغالطه است که شما به این کلمه توسل پیدا کنید. میتونید مقبولیت رو که اتفاقا کلمه عربی هم هستن هر دوتاشون، میتونید از اون استفاده کنید. خب چرا میگم یکی از اینها رو برگزینید؟ چون مشروعیت از واژه شر میاد و در واقع اون چیزی که به قولی انتخاب بشری الان نیستش. بحث شما با خب. من بحث زبان است که آیا ترجمه اول اتیمولوژی هستش، اتیمولوژی واژه هستش. لژیتیمیسی مشروعیت بوده. منم برای همین میگم مشروعیت. آفرین. اونجا پس شما گفتید که شما... خدا شما خودتون رو برحق میدونید. به شما توی بحثاتون گفتید شما چرا خودتون رو برحق میدونید؟ لژیتیمیسی واژه آره ببینید واژه شمایی که مشروعیت رو رد میگید مشروعیت نداره جمهوری اسلامی، واژه لژیتیمیسی به معنای برحق بودن هستش. خب اگر کسی برحق بودن رو برنتابه، یعنی خودش رو مشروع ندانه، نمیتونه مثلا حمله کنه به افغانستان و در واقع کشورهای دیگه مثلا چند میلیون آدم بکشه. اون آدم خودش رو تو دموکراسی برحق میدونه که میلیون ها آدم رو میکشه. خب من الان سوالم اینه، اگر این حرفی که در مورد مشروعیت در واقع جمهوری اسلامی صحبت میکنید و میگید که یک جایی وجود داره، یک فردی یک حرفی رو میزنه، به خاطر اون حرف مورد مؤاخذه قرار میگیره، میگم اگر جای دیگه‌ای که شما دموکراتیک میدانید موضوع دیگه‌ای باشه و اون حرف از استاد دانشگاهی سرزده باشه و امثال اساتید دانشگاه و 80 90 نفر و بیشتر مورد در واقع بازخواست قرار بگیرن، از شغل خودشون منفصل بشن و مورد مجازات قرار بگیرن، آیا شما این قاعدتون به هم میخورد یا نه؟ پس اون جوامع هم دیکتاتور حساب میشن یا نه؟ این سوال مهم منه. مرسی. خیلی خوب. آقای علوی از تیم مقابل، آقای مصطفی، من یه توضیحی بدم چون من حرف زدم. اگر برین طولانی میشه صبر کنین پاسخ من دیگه بعد مثلا الان در مورد حرفای من گفتن دیگه، بذارید من بگم بعد آقای مصطفی بگن دیگه. من خیلی سریع میگم. بذارید ایشون توضیح بگن بعد ایشون بخوان بگن. واقعا خیلی هم بحثشون من ربطی ندیدم، ولی اگر فقط چند تا نکته میگم. اولا بحث رئالیسم شد، جناب میثم گفتن و من اون موقع یادم رفت که پاسخ بدم، ذهنم نگه داشتم ولی یادم رفت. من کی گفتم رئال؟ منظور شما از رئالیسم چیه؟ اگر منظور آخه رئالیسم هم از اون کلماست که همینطوری که آخه ما شنیدیم که نباید استفاده کنیم. ببینید رئالیسم یکی از مفاهیمی است که توی معرفت شناسی استفاده میشه. خب اونجا ما میگیم برای شناخت توی وقتی بحث شناخت بحث در حقیقت اینکه دانش ما از کجا میاد مطرح میشه، میگن آقا یه رئالیستن، رئالیست مستقیم هستن. من اصلا رئالیست مستقیم نیستم، بحثای پیچیده معرفت شناسیه که
که میگن واقعیت همونطور که هست میاد به ذهن من به صورت مستقیم، که یک سری طرفدارایی داره فیلسوفان قدیمی یونان بعضیاشون، و رئالیسم غیر مستقیم داریم که کسانی مثل بارکلی و مثل هیوم و بعدش کانت و دیگران اینا رئالیست های غیر مستقیمن. یه سری آلبرت بارکلی، نه بارکلی ایدئالیسته، یه سری هم ایدئالیست داریم که میگن اصلا آقا و چیزی به جز ذهن وجود ندارد و واقعیت مادی نیست، مثل مثال بهترینش خود بارکلی. خب اینا بحثای معرفت شناسیه. من رئالیست غیر مستقیمم، اصلا هم هیچ ربطی به آنچه که شما الان گفتید نداره. ولی یک رئالیست غیر مستقیم بودن یعنی کسی که میگه آقا جهان به اون گونه که هست در ذهن من از طریق پل حواس من داره منعکس میشه، من یک تصویری از جهان رو دارم، دقیقاً رنگ سبز که تو چشم منه به این معنی نیست که در جهان رنگ سبز هست. این بحثای پیچیده معرفت شناسیه، حالا بعدا میتونیم گفتگو کنیم در موردش. یه لحظه اجازه بدید من تمام کنم دیگه. این نکته اول که اصلا بحث رئالیسم اینجا مطرح نمیشه. من گفتم بله همونو میخوام بگم، توسل به اشتراک لفظی و همونو میخوام بگم، بله همونو میخوام بگم. ببینید من دارم میگم اولا که بحث این که فلسطین و هولوکاست و اینها شما میگید در کشورهای غربی نداره ها، بحث اجازه بدید من حرفم تموم شه دیگه. گفتید که اینها در کشورهای غربی هولوکاست رو نمیتونن انکار کنن و نمیدونم اگر طرفداری از فلسطین بکنی یه کارهای بلاهایی بر سرت میارن، تا یه حدیش هم درسته. بله اگر اجازه بدید من حرفم تمام شه دیگه، خیلی عجیبه واقعا. اینها به اون بحث مشروعیت هم میرسن، این اصلا به این معنی نیست که مگه من گفتم تمام همه چیز در کشورهای غربی گل و بلبل، هیچ مشکلی وجود نداره. خیر، مشروعیت مرحله اوله، یعنی شما وقتی مشروعیت داشتید یعنی در قدرت بودن شما یک حقی پشتش بود، شما به صورت عادلانه بر حق در قدرت هستید، اون موقع ما باید نگاه کنیم ببینیم شما قدرت رو چطوری دارید اپلای میکنید، نظرمونه بگیم، اعتراض کنیم، نمیدونم حزب تشکیل بدیم، کمین کمان که این کارا رو میکنیم. به این معنی نیست که چون رژیم یوکی مشروع است کمان که مشروع است هر کاری میکنه ما موافقیم. خیر، میریم اعتراض میکنیم تو خیابون، میریم میگیم آقا چرا به اسرائیل اسلحه میدی، میریم میگیم آقا چرا نمیدونم در فلان جای جهان رفتی سرمایه گذاری کردی در یه کشوری که مثلا رژیمش استبدادی است، معلومه که اینا رو میگیم. میگیم چرا وضعیت چه میدونم بی خانمان ها اینجوریه، پس اعتراض میکنیم. چرا؟ چون فضا فضای بازه و رژیم هم مشروعه. ولی رفتار رژیم دقیقاً اون رفتاری نیست که ما میخوایم، اون مراحل بعدیه. این که رژیم آمریکا رفتاری میکنه که خیلی از آزادیخواها مثل من و خیلی های دیگر اعتراض میکنن، میان تو خیابون تظاهرات میکنن، به این معنی نیست که رژیمش نامشروعه. به این آقا رفتارهایی میکنه که این رفتارها خلاف ارزش های یک انسان با اخلاق مدرنه و باید این رفتارها رو عوض بکنیم. ولی مرحله اول مشروعیت، شما همون مشروعیت رو ندارید. حالا چرا حالا مشروعیت هم برسن و مقبولیت، این مسئله شما دیگه. خب آخه کلمه مشروعیت هم گفتم، بذارید من بگم نه صبر کنیم اون چون سوال آقای بحثشون اینه که اشتراک لفظی، بذارید بحث به یه جایی برسه دیگه. آقای علوی نه آقای علوی بعد اینو استدلالش نمی‌کنید. آقای سعید شما میگید جامعه میگن که کلمه مشروعیت رو من اشتباه استفاده کردم، بذارید نمیتونید استفاده کنید. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. من دارم میگم شما در قدرت هستید، چطور ما بفهمیم این قدرتی که دست شما استفاده کنید؟ اجازه بدید من حرفم تمام شد. شما به عنوان اگزیستیک نمیتونید حق رو، کلمه حق رو روش تاکید داشته باشه. اجازه بدید من حرفم تمام شه. شما که بر قدرت، کسی که در قدرت است، این قدرت رو یک توجیهی باید براش داشته باشه که چرا قدرت دست منه. این توجیهی که شما میدید اگر توجیه داشته باشید من میگم شما مشروعید. حالا میگید به شرع مربوطه، بعد بگید مقبولیت، مشروعیت. من میگم این ترجمه کلمه لجیتیمیسی است. میتونیم بگیم بلبلیت، بگیم بلبلیت خوبه، یک کلمه جدید براش بذارید. میگم بلبلیت یعنی کسی که در قدرت است قدرتش براش استدلال و توجیه داشته باشه. آیا دارید که این قدرت دست شما زیاد تکرار شده آقای ویدیو تکرار بارها بحث کردیم اینو آقای مصطفی بفرمایید مطلب که استدلال داریم یک نه آقای مصطفی بفرمایید آقای بله آقای یه صحبتی داشت بله آقای طوفانی بعضن ببینید دوستان متاسفانه نمیدونم چرا سطح بحث متاسفانه میارم پایین من یه تقاضایی دارم لطفا سطح بحث رو پایین نیارم حالا آقای وریا آقای عالمی خوب سطحی داشتن بحث میکردن به نظرم ما همون این سطح رو حفظ کنیم سعید طوفانی نظرت چیه؟ والا من فکر میکنم خیلی بحث قشنگی داشت میرفت جلو آقای مصطفی سطح بحث سطحی خوندم به شما کمک کرد ایشون نه من با آقای مصطفی کاری ندارم بنده خدا رو آها نه بنده خدا حالا یه تحقیق کرده بود اومد اینجا تحقیق و ارائه داد بسیار عالی ممنونیم ازش بالاخره نظر شخصیش بود قابل احترام است برای ما
نه من ایشونو نمیگم، من فکر میکنم که پس آقای احتمالاً علوی نه نه بیاریم توی بحث، منظورم اینه که بیاریم توی بحث آقای وریا و آقای علمی یا کسی صحبت نکرد باشه، میاریم ولی کسی دیگه صحبت نکرد باشه. ببین من یه نکته بگم، این نکاتی که جناب مای پرژا گفتن که با خیلی هاشم من موافقم، خیلی عددهای خوبی بود، چشم ما رو باز میکنه به بعضی از حقایق، ولی مسئله اینه که من با این مخالفم که مشروعیت یک نظام از این بیاد که چند نفر در حال در فلاکت زندگی میکنن یا نرخ فلاکت چقدره یا اختلاس چقدر، اصلا اینا نیست. ببینید شما الان در هند، شما رژیم هند مشروعه، ولی یه بخش چند صد میلیون آدم تو خیابون زندگی میکنن، تو خیابون به دنیا میان، تو خیابون زندگی میکنن، تو خیابون میمیرن، نرخ فلاکت بیشتر از ایرانه. ولی معنی که رژیمش نامشروعه نه، میگه آقا توانایی مملکت ما اینقدر، فقر داریم، مشکلات عدیده داریم، ولی ما دموکراتیکیم، بالا هستیم، داریم تلاشمون رو میکنیم جامعه بهتر بشه. خب هنوز مشروع هستن ولی خب نرخ فلاکت هم بالاست، برای اینکه جامعه استبداد زده بوده، جامعه استعمار شده، استبداد زده نبوده، استعمار شده، به مدت طولانی سرمایه‌هاش خارج شده. بله ببینید، دلیل این که من میگم رژیم ایران نامشروعه اینه که میگم شرایطی ایجاد کرده %8 کجا بالاه؟ نرخ فلاکت نه، آخه داری میگی نرخ فلاکت نه، من آخه مثال نیست، داری با آمار، با آماره، من با آمار دقیق با شما صحبت کردم. نرخ فلاکت به معنی این نیست که مشروع نیست، منم نگفتم فقط به دلیل نرخ فلاکتی که من هم کلی، منم کلی المان گذاشتم. شما مشروع باشه ولی نتونید جلوی فساد رو بگیرید، دارید سعی میکنید، ممکنه فساد. نه نه نه، من میگم کلی المان گذاشتم برای شما، گفتم فساد، بی‌عدالتی، بی‌قانونی، نارضایتی، بحران مشروعیت از اینا نیست. حالا نتیجهش کاری ندارم، میخوام بگم یعنی این المان‌ها رو شما نمیتونی بگی چون نرخ فلاکت رو مثال زدی. نرخ فلاکت نشون دهد نه. ببینید مشروعیت یعنی آیه بریا، نارضایتی مردم، نارضایتی مردم، اجازه بدید، نارضایتی مردم، من نیومدم بذارید من، نارضایتی مردم، یه ببخشید، نارضایتی مردم جزء اتفاق یعنی المان های عدم مشروعیت حساب میشه یا نه؟ بله، ولی اصلا من اصلا تموم شد. خب این نارضایتی رو من با عدد خواستم ثابت کنم دیگه، حالا یه جایی این درسته، ولی نتیجه‌ای که از بحث شما میاد اینه که یعنی عدد توجه به یک سری عدد و به یک سری اختلاس و به اینها جلب میشه. مسئله خیلی کلی تره، مسئله اینه که در جامعه‌ای که فضا بسته است و ما نمیدانیم چند درصد از مردم رژیم رو میخوان، چند درصد نمیخوان، رژیم مشروعیت نداره. یعنی عدم شرکت در انتخابات هم گفتم دیگه، درصد اونم گفتم، آیا اون نشون دهنده عدم مشروعیت، بحران مشروعیت نیست؟ میگم عدم، یعنی من خیلی عدد گفتم، شما یه دونه فلاکت رو گرفتید با هند مقایسه کردی که در حد آلمان درصد فلاکت مفیده، ولی توی این بحث، بحث رو به حالت جانبی برای که سر عددها با هم بحث بکنیم، و در حالی که موضوع جای دیگه است، موضوع بسته بودن جامعه است، نه اینکه نرخ فلاکت چقدره. مهم اینه که جامعه رژیم حاکم بر شما، قبول ندارید، من با عدد میخوام ثابت کنم که حرفی توش نباشه، وگرنه این بحث به جایی نمیرسه. آقای علوی بده هدایت، آقای آره آقای علوی میگه به من ثابت کن که ما مشروعیت نداریم، شما بگو فضا بسته، آقای علوی میگه نه بازه. نه من با عدد، ولی عدد که نمیتونی کسی قبول نکنه، میگم درصد مشارکت در انتخابات گذشته نشون دهنده نارضایتی مردم، اینو میتونه آقای علوی بیاد بگه. بله سطح بس اینجا بود که من میگم کسی که در قدرت، استدلال فلسفی من دارم میارم، کسی که در قدرته باید بتونه نشون بده که قدرتش قانونی است و قدرت بر حقه، یعنی یک توجیهی برای قدرتش داره. وقتی ما بحثو تو این سطح شما بیا ما نشونت میدیم، یا نشونت میدی. بله چشم، همون همون دقیقاً مثال خوبی زدید که اگر یک مخالفی بیاد الان میگم دیگه، نه نه دارم میگم قبول نمیکنه که اگه عدد نباشه، قبول نمیکنم که، ولی شما تا عدد آقای علمی بیاد بگه سه تا انتخابات گذشته چرا زیر 40% بوده انتخابات، میتونه بگه نبوده، ولی شما میتونید تا صبح به شما بگه آقا تا صبح میتونه به شما بگه فضا بسته نیست، ما 20 تا حزب داریم، 300 تا حزب داریم، میخوای چی بگی؟ نه دیگه اتفاقا پاسخی نداشتن دیگه، این که حالا چرا 40% رای دادی بسته دیگه. آقا وریا احسان پاسخ داد، همینجا میثاق اجازه بدید من گذاشتم رفت و برگشت انجام بشه. آقا وریا دیگه ببندیم، حالا دیگه اجازه بدید از تیم مقابل یه نفر صحبت کنه. آقا علمی شما صحبت کنی. آره عرض کنم که خیلی ممنونم از بحث‌های خوبی شد، سلام خدمت علیرضا جان، خوش آمدن، بحث جالبی شد. آقای
مصطفی میگن نارضایتی های مردم جز مشروعیت حساب میشود یا خیر، بعد جناب آقای بریا میگن بله، بعد میگن خب دیگه تموم شد، خودشون دوتایی با هم دیگه بحث میکنن و تمومش میکنن. بعد جناب مصطفی میبره سمت مشروعیت، سمت عدد، میگه خب به همین دلیل که مشارکت پایینه پس مشروع نیست. فقط یه سوال میکنم آقای، تمام وقتم تقدیم آقای علی مصطفی. ببینید الان بحث شما به جایی که به نقطه من پاسخ بدید دارید به بحثی پاسخ بدید اصلا تمام شد. متاسفانه الان آقای مصطفی علمی اجازه بدید من با آقای مصطفی وریا صحبت بکنم. آقای علمی نه آقای مصطفی صبر کنید. آقای علمی سوالتون رو بپرسید از علی رضا مصطفی. رضایت مردم بدن اختیار گرفته دیگر امروزه مشروعیت ندارد، کسی همه ناراضی دارد. تمام آقای علمی صداتون خراب اومد، حالت نه مال آقای ایران بود، صدا مال آقای ایران بود. ایران چیه؟ من وقتم پایین بودن، ایشون مایک باز کردن صحبت کردن. آقای علمی بفرمایید. من وقتم تقدیم آقای مصطفی مشروعیت و فاکتورهای مشروعیت رو برای ما توضیح بدن که ببینیم. توضیح دادم که دونه دونه فاکتوراشو گفتم، نارضایتی مردم، عدالت، قانون، فساد، همه رو توضیح دادم. گوش نکردید پس آقای؟ نه گوش کردم. شما میگی نارضایتی مردم، بعد میگی عدالت. من نارضایتی مردم رو نخه، من نارضایتی مردم رو به شما چجوری باید ثابت کنم؟ باید بیام درصد مشارکت انتخابات رو بگم، باید بگم میزان فقر و فلاکت و تورم رو به شما بگم؟ یک سوال، مگه میشه مردمی با تورم 100% خوشحال باشن، راضی باشن، با انتخابات 40%، 38% رضایت داشته باشن؟ ببین من اینا رو میذارم کنار هم، فرآیند اینا رو دارم میگم. نه ببین بحث چیه؟ آقای علیزه توضیح بدم، چون بحث اصلا مشروعیت من اگه میشه خواهش کنم میسم جان اینو بدید من خودم توضیح بدم. مایکشون نیان آقای میسم. آقای علی بفرمایید. میسم جان صحبت کردی، اجازه بده که از چند منظر موضوع بده جلو. ببینید آقای علی جان، شما اینایی که میگه اصلا فاکتورهای مشروعیت نیست، به دلیل اینکه اینا عوامل متغیرن. حالا من یه سوال از شما بپرسم. خب ببین من چیزی که دارم میگم گوش بده، من نظر خود، ببین من تو بحث سیاسی من که نظریه پرداز نیستم، من از اون کتاب هانا آرنت اینا رو برای شما خوندم. حالا اگر اون نمیفهم اجازه بده آقای علمی، این که نیست که نشد، شما قبول نداری یا نیست؟ سوال میکنم از شما. نه دیگه من جوابمو بدی، من میگم بذار یه لحظه یه سوالی از شما دارم آقای علمی عزیز. من چند تا مورد به شما میگم. من میگم عرضم به حضورتون رضایت مردم، کارآمدی، عدالت، قانونمندی، پاسخگویی، اینا المان های مشروعیت هست یا نیست؟ شما میگی نیست دیگه. الان گفتی اصلا اینا نیست. این چرت و پرتو داری میگی. اگر چرت و پرته بس خب بحثی نمیمونه، چون من اینا رو المان های مشروعیت میدونم. اگه بحثی دارید روی اینا با هم بحث کنیم. حالا من اینا رو با عدد ولی به شما ثابت کردم که شما در آستانه عدم مشروعیتید. میخواید با هم بحث کنیم؟ خب پس دیگه اجازه بدین به شما حرفشو بزنه، چون هی قطع هستین. بذارید من اینکه ادعا دارم که صبر کنم آقای علمی. آقای علمی سوالتون چی شد؟ پرسیدین تموم شد یا میخواین ادامه بدین؟ آقای علمی مایکتون بست. بله دوستانمون اگر اجازه بدن ما بحث کنیم، مثلا چون ما ادعایی نداریم. خیلی متشکرم آقای علیزاده. نماینده حاکمیتم، نه عرض به حضور شما مدعی این که نظرم درسته، منم فقط میخوام نظرمو بگم، به همین مقدار اجازه میخوام، بیشتر از این که واقعا حقی ندارم. خواهش میکنم بفرمایید. ببینید بحث اینجا، من اون بحثو خواستم بیارم از بین این دوتا عزیز جدا بکنم، چون سوال مهم بود. یه بار دیگه میگمش، سوال شد نارضایتی مردم جز مشروعیت محض حساب می شود یا خیر، گفتن بله، بعد گفتن خب عدد ساعت، عدد و رقم هم میگه مشارکت پایین پس مشروع نیست، نتیجه گرفتیم پس مشروع نیست. بعد این بی‌انصافیه، اینجوری
آره. ببخشید من واقعا متاسفم، نمیدونم چرا بحث به اینجا کشید، خیلی برای من عجیبه. من یک جایی بحث ما در مورد مشروعیت داشتیم هر بحث میکردیم، الان آقای موسوفی عزیز با سری آمار اومدن در مورد میوه های مشروعیت صحبت میکنن. آقای بریا شما آقای بریا با چی نشون میدی مشروعیت رو؟ یا آقای بریا با چی نشون میدی مشروعیت؟ اجازه بدین با چی نشون میدی بریا عزیز؟ بریا عزیز من بریا همین مورد کمک کنه. با چی نشون میده که مشروعیت پس یا نیست؟ ببخشید چون من باید برم، من اجازه بدید من دو سه دقیقه حرف بزنم، من شاگردم اومدم. نه آقای بریا شما میگی مشروعیت نیست، من به عنوان مخاطبت میگم با چی نشونش میدی؟ اجازه بدید من خب من درصد اون نشون دادن رو گفتم. دقت نکردید، من گفتم چرا مستدل نبود، نتونستی اثباتش کنی. آقای ایران ببخشید ولی واقعا خدا نگهدار این از این کسی مایک باز نکنه، دیبیت دو نفر باید انجام بشه. آقای وریال شما بفرمایید که من نکته آخرمو بگم بعد دیگه شما بحثو ادامه بدید، چون من هنرجوم اومدم. نه شما فقط به موضوع اینکه حکومت نمیذاره مشروعیتش سنجش بشه اشاره میکنید، چیز دیگه هم میبینید؟ اصلا مسئله همین جاست. اگر ما بحث رو سطح بحث رو از این که مشروعیت یعنی چی دقیقاً و تعریف مشروعیت بیاریمش روی یک سری عدد، روی اینکه آقا مردم نارضایتی دارن، اینکه در ایران فساد هست، اینکه در ایران فلاکت هست، اینکه اینها میوه های نامشروعیته، یعنی وقتی شما رژیمتون نامشروع است یه سری میوه خود به خود باهاش میاد که چیه؟ مردم نارضایتی دارن، اینکه فساد توش هست، اینکه اینها میوه های میتونه نامشروعیت باشه. اما ما میتوانیم رژیم های مشروع هم داشته باشیم ولی هنوز توش فساد وجود داشته باشه، دارن سعی میکنن فساد رو کم کنن. هنوز ممکنه توش نرخ فلاکت زیاد باشه چون فقر زیاد بوده، مثلا جامعه ورشکسته شده بوده، ولی الان رژیمش مشروع دارن سعی میکنن درستش کنن. پس لزوما اون نیست. اجازه بدید من صحبتم تمام بشه. من میخوام بگم بچه منطقی چیه، چرا مستثنا اجازه بدید من تموم کنم. من تا چند دقیقه دیگه تموم میکنم با اجازهتون، میرم بعد اتاق ضبط شده شو بقیه شو گوش میدم. ببینید بحث من اینه، کسی که از رژیم جمهوری اسلامی و رژیم مشروع دفاع میکنه، یک رژیم قدرت حاکم است که باید مشروعیتش رو نشون بده، نه اینکه دیگران بگن شما نامشروعی. شمایی که مشروع هستی وقتی میگن چرا، بعد بتونی نشون بدی که آقا من در جامعه بازی قدرت دارم و توانایی نقد من وجود داره، در فضای باز به صورت قانونی من یک قدرتی به من داده شده و این قانون قابل تغییر است، این قانون سانسورپذیر نیست، آدم‌ها رو به خاطر نظر مخالف زندانی نمی‌کنیم، تمام نظرات مخالف شنیده شد، در سایه شنیدن نظرات مخالف من این بالام، پس من میشم مشروع. وقتی این رو شما نمیتونید نشون بدید دیگه میشید نامشروع، دیگه بحران مشروعیت نیست، شما میشید نامشروع. حالا ممکنه انتخابات برگزار بکنید، نمیدونم تبلیغات بکنید، نماینده سازمان ملل بفرستید، هنوز شما نامشروعید، ولی دارید یک تظاهر به این میکنید که نه من مشروعیت دارم. دیگه قضیه بحران مشروعیت و اینا نیست، خیلی خیلی قضیه به شما نشون دادن و شما قانع نشدی، ولی دوستان خب همینجوری به شما گفتن آقا ما به این دلیل به این دلیل مشروعی. بله ثابت کن که نیستن، ثابت کن که نیستن. پاسخ آقای علوی چه بود؟ آقای بریا شما میگی که مقام این که از اینجا به بعد ثابت کنی که مشروع نیستن، همینجوری شما میگی آقای خامنه ای و پوش بده میندازن دل. خب بریا آقای بریا به شما هم پوش بدن میندازن، شما هم بندازن، شما به شما هم پوش، به شما هم پوش بدن آخه میندازن، به شما هم کسی پوش بده، به شما هم کسی پوش بده، به شما هم کسی آخه به شما هم کسی پوش بده میندازن زندان مثل آقای خامنه ای. هم به شما پوش بدن هم آقای خامنه ای پوش بدن میندازن. اجازه بدید من صحبتم تمام بشه دیگه، من واقعا متوجه نمیشم. یه سری عدد دادید، خیلی هم ممنون که این عددها رو دادید، ولی اینا به معنی عدم مشروعیت نیست. مشروعیت جمهوری اسلامی از جای دیگه است که نقض شده و به خاطر فضای بسته سیاسیه، نه اینکه فلاکت در ایران زیاده. اصلا این دو تا و شما دارید یک بازی رو به گونه‌ای در زمینه این دوستان مطرح میکنید که شما رو بکشن سطح بحث رو بیارن پایین، در حد اینکه چرا مردم انتخابات شرکت نکردن، آمار شرکت در غرب چقدره، درصد فلاکت چقدره، درصد نمیدونم اختلاس چقدره.
ربطی به بحث نداره، خیلی چیز بی ارتباطی است. نکته اصلی من این بود که مشروعیت شما از کجا میاد. یه بار گفتن از انتخابات میاد که بعد معلوم شد که دیدن اونجا شکست میخورن، گفتن از الهی است، مشروعیت ما الهی است. بعدم که آقای علوی گفتن نه شما کلمه مشروعیت رو نمیتونید به کار ببرید، گفتن مشروعیت کلمه شرعی است، که من گفتم آقا هر چی شما اسمشو میذارید بذارید بگید بلبلیت، یعنی شما بر حق بودن خود در قدرت رو چگونه توضیح میدید؟ این سوال رو پرسیدم که این سوالم پاسخ نداد. ساعت بس رو همینجا لطفا نگه دارید، نه اینکه برید سر درصد فلاکت و درصد اختلاس صحبت بکنیم. من دیگه سخنم تمام، من با اجازه میرم پایین. نه آقای علوی صبر کنید ببینم. من فقط چند ثانیه بگم. ببین مباحثی که ما گفتیم نوبت گرفته آقای علوی. نه آقای علوی، آقای قاسم قمصاری میخوان جناب دکتر قمصاری صحبتمو کردم و آقای طوفانی رفتن سراغ کسی دیگه. حتی توجه به اینم نکردید که سه نفر ما یه سوال کردیم از آقای علیرضا دیگه. یه سوال کردم. نه دوزش ایشون پاسخ به من بده، نه دیالوگ برد. نه داشتی کارش کنم. نه جواب بدم. کجا نخواستم؟ نداشتی. آقای وریا در مورد فحش دادن آقای خامنه‌ای حرف میزنه. بعد میگم به تو هم فحش بدم میندازن زندان، میگه بحثت نه یا پایین سطحشو. خب به هر کی فحش بدید به قانون جمهوری اسلامی اینه که میندازن زندان. هم اشتباهه. اوکی، الان من به شما فحش بدم بری شکایت کنی منو میندازن زندان. تعریف شده. شما به اینم توجه نمی‌کنید. نه آقای قانون جمهوری اسلامی رو بخونید. من قانون جمهوری اسلامی من با قانون جمهوری اسلامی آقای وریا من با قانون جمهوری اسلامی بزرگ شدم. آقای وریا هیچ فرقی فرق داره حتما، ولی اینو نمیتونی بگی که فحش دادن فحش. من میگم بیا به خب من به شما ثابت کردم، ولی شما میگی ببین آقای وریا من شما مخالفتی نکردم. شما میگی به آقای خامنه‌ای فحش بدن جرمه، میگم به شما هم فحش بدن گوش بده دیگه. اه 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 گوش کن میشه ماده جدیدش بگی ماده جدیدش میشه بگی با چه ماده جدیدش 608 با ماده 608 قانون جمهوری اسلامی فحش دادن به هر فردی جرمه. نه من مشکلی ندارم میثم، من اصلا باهاش موافقم گوش بده. من اصلا باهاش موافقم میثم. نه من اصلا با آقا بذار من حرفم منعقد بشه. من اصلا با حرف وریا موافقم. نمیدونم میدونی وریا یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه فحش دادن به آقای خامنه‌ای، میگم خب مخالفتم میاد میگه فحش دادن به وریا هم جرمه. من میگم بیا بهتر گوش بده دیگه. آقا من ادامه صحبتمو چرا نمیذارید بکنم؟ 104 من دارم اصلا برای تو بابا چرا نمیذاری حرفایی که زدی یکی نقدت کنه؟ آقای علوی بازم آقای دارم به شما میگم میتونی بهتر ثابتش کنی حرف تو به جای اینکه الکی هی حرف الکی بزنی. من آقای تاج‌زاده رو مثال زدم، میگم 9 ساله نیومدن بگن به جرم توهین به رهبری. اینجاییه که میگم آقا در حکومتی که قانون درست اجرا نمیشه یکی از المان‌های عدم مشروعیت 9 ساله جرم واقعی توهین به رهبریه، ولی اومدن یه جرم دیگه بهش زدن. توضیح دادم 2 ساعت این تو ماکتو بسی رفتی چای تو خوردی قهوه تو خوردی یهو رسیدی آقا سطح بس اومده پایین. سطح بس مگه میشه با عدد و ارقام با اثبات یه چیزی بیاد پایین؟ بعد من میگه تو گروه میثمینایی، من اصلا تو گروه هیچکی نیستم قاعدتا، که اصلا با گروه شما نیستم. آقا وریا شما از 1401 به بعد نشون دادی آدم خطرناکی هستی. من ولی تو ساید خودم دارم حرفمو میزنم. حالا بحث تو اومده پایین چون مخالف صحبت تو بوده. باشه اومد مشروعیت منم دارم باهاتون مخالفت میکنم. من اصلا با شما نه موافقم نه مخالفت کن حرفای منو باهاش مخالفت کن حرف من رو پایین آوردید. آخه بحث شما دارم میگم سطح بحث شما کلا رو هواه. آقای اختلاط بود با بحث مشروعیت. آقای وریا بحث شما ایبی نداره، نظر شما من احترام میذارم به نظره، من احترام میذارم به نظره. مرسی آقای مجتبی. شما من فقط اینو بگم 9 سالی که ایشون میگن سندش رو بی زحمت من بابا در از سال 88 انداختنش آقا سندش از سال 88 8 سال زندان بود، یه سال الان 9 سال دیگه. عزیزم فقط سندش رو بدید، فقط سندش باش میذاره. باشه آقای مجتبی بفرمایید. خب عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک اساتیدی که در استیج حضور دارن و دوستانی که به عنوان شنونده دارن این بحث گوش میدن.
آقای طوفانی بالاخره توی افرادی هم که انتخاب میکنی حتما لحاظ کن به قول معروف درصد طرفداری رو که این بحث خود هایجک نشه. اگر بحث فلسفی است خب بریم روی بحث فلسفی و ابتدای کار بیاد و طرف میاد میگه آقا من فلسفم اینه، از این دانشمند پیروی میکنم، از این الگو پیروی میکنم. این چیزی که آقای یکی از دوستان، حالا اسم نمیبرم، که نه دوست خودش رو میشناسه و نه دشمن خودش رو میشناسه، آقا مستوی خود داریم با نه دیگه میخوام ببرم بحث روی واقعیت ها. میخوام بگم که نستا ببینید فلسفه بله همینه میخوام بگم. من مدیر جلسم ایزه بده. خب من دارم میخوام ببرم بحثم رو که بگم به شما بگم که اشکال کار کجاست. آقا مشتبه خیلی خوب من تلاش کردم اینو برسونم بگه هر کی در مورد موضوع حرف بزنه همین جوریش واقعا تا الان تیک انداختم ندید. اوکی خیلی خوب باش. ببینید دوستان، ببینید وقتی شما میگید که مشروعیت و ممکنه بحران‌های دیگری هم در کشور باشد، بحران‌ها اسم داره مثلا بحران اقتصادی، نمیدونم بحران نمیدونم به دینی مذهبی و مسائل از این قبیل، هر چیزی در راستای خودش یک مبانی داره. وقتی شما میگید مشروعیت، الان این نظر شخصی خود من هست، مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران یا بر اساس یعنی بر اساس دو فاکتوره، یک قانون و دو شرع. بسیاری از مواردی که دوستان اشاره میکنن و عدد و رقم، ببینید بر اصل وجود قانون و وقتی که شما میبینید یک نظام سیاسی میخواد بگید مشروعیت دارد یا ندارد، باید به این دو سوال پاسخ بدید. آیا قانون دارد؟ دو، آیا شرع در جمهوری اسلامی اینجوریه، آیا شرعی وجود دارد یا نه؟ وقتی هر دوتا رو پذیرفتید که وجود داره، من خیلی ساده میگم، نمیخوام وارد بحث علمی بشم، وقتی شما پذیرفتید که مشروعیت قانونی و مشروعیت دینی به عنوان اینکه یک دین وجود دارد، یعنی مکتب وجود دارد، مذهب وجود دارد، یک اسمی در دنبالش هست، اگر وجود دارد خب بخشی از مشروعیت خودش رو دارد. اگر قانون در کشور وجود دارد، تو یک نظام سیاسی قانونش هم تعریف شده، تحت عنوان قانون اساسی ازش یاد میکنن، در مشروعیت بخشی از اون به عنوان قانون جزا و بخشی از اون به عنوان یک سری اصول مورد توجه قرار میگیره. وقتی یک نفر مدعیه که مشروعیت وجود ندارد، یعنی اینکه اصلا مشروعیت رو متوجه نمیشه، برای اینکه من اثبات میکنم که قانون وجود دارد و مکتب و مذهب و شرع و اسم هم وجود دارد. خب اشکال کار کجاست؟ اشکال کار اونجاست که شما به برخی از حتی ماده قانونی ها و برخی از مسائل شرعی اعتراض دارید، ناراحتی دارید. خیلی خب اشکال نداره، اونو بایستی از منفذ قانونی خودش و منفذی که تعیین شده اون اسم هست، نه اینکه شما بیای مثلا از فلسفه تمدنی غرب حرف بزنی بعد بیای فلسفه اسلامی داری باش بخوای حل کنی، که نمیشه عزیز من. که یا وارد این مقوله نشیم، بهتره که وارد مقوله نشیم. مثل آقای مصطفی یک سری المان‌هایی رو بیاورن که واقعا این المان‌ها خب قابل بحث است. این اینه که خواستم خدمتتون عرض بکنم. وقتی شما دارید راجع بحث رو میبرید، سطح بحث رو تقلیل میدهید به این که ما بریم به یک نمونه ها برسیم، نمونه های واضحی که ممکنه قانون رو نقض کرده باشه. الان شما بردید تو مسئله انتخابات. خب انتخابات اگر سیر عدد و رقم هست دیگه، خب اگر با عدد و رقم میخواید به نتیجه برسید، خب یه میانگین بگیرید در طول این سالهایی که انجام شده، ببینید چقدر. حالا یه صحبت آقای مشتاق وحدتی کردن و قبلا هم این کارا انجام شده، یه میانگینی بگیرید. ما ممکنه یک نفر در انتخابات شرکت نکرده باشد، این دلیل هستش که قانون رو رعایت نکرده؟ دلیل هست که شرع رو رعایت نکرده؟ هیچ کدوم از اینها نیست. ببینید شما گاه وقتا
legitimate right یعنی حق مشروع legitimate right دقت بکنید آقا legitimate right وقتی رعایت صحبت میکنید یعنی حق مشروع، حقی که شرع و قانون به اون فرد داده. خب اما شما دارید اصلا از لجیتیمیسی داری حرف میزنی. لجیتیمیسی متفاوت است آقای وریا. وقتی شما راجع به این حرف میزنید باید اثباتش هم بیارید. اجازه میدید من پاسخ من واقعا خب. کلاس هم اومدم شاگرد من خب اجازه بفرمایید من حرفم تموم بشه بعد شما بیاید. شما مثل آقای اید ببین تفکری که شما دارید یه تفکر آنارشیستیه، یعنی نمیخوای بپذیری حرفی رو، بعد بیای وسط میخوای یه هرج مرجی شروع بکنی یه چیزی ازش بگیری. من دارم کار علمی رو خیلی خوب کار علمی رو دارم. آقا صحبت نه اصلا بحث اصلا صحبت نیست با این آدم اصلا صحبت. ای بابا چه بس آقای سعید طوفانی ببینید من دارم میگم اگر شما میاد اشتباه لغتی میگیری اینجا حساس سخته. بله حساسه با نباید وارد بشه کسی که تخصص نداره، کسی که فلسفهش رو از غرب میگرفته نمیتونی بیاد از فلسفه شرق صحبت بکنه. آیه برو از فلسفه شرق رو بخون بعد بیاد فلسفه غرب ببر. از هان آرنت صحبت می آقای بعد شما یا تموم شه. آقای وریا خواهش میکنم ازت بفرمایید. آقای ببینید آیا سعیدون من به محضر کسانی که در داخل اتاق هستن واقعا عذرخواهی میکنم. ببینید وقتی شما دارید صحبت مشروعیت میکنید باید به این نکات توجه کنید، اما اون چی که مورد بحث است و اختلاف ایجاد میکنه شما باید بپذیری یه نظام سیاسی خب یه سری قوانین داره، یه سری شرع داره، یه سری اصول داره، ازش پیروی میکنه. جنبندی کن آیا سعید با شما بودین؟ نه ریمووش کردم یه نفر پارازیت بعد بفهم. خب وقتی که شما در این سطح میت صحبت میکنید خب بله شما باید بیاید به یه بررسی بکنید ببینید کجای این اشکالات که استاد علمی اینجا تشریف دارن به وضوح اشاره کردن. برخی مسائل شما دارید به اصل سیستم میزنید. شما یه نظام سیاسی رو تعریف کردی بر اساس نظام سیاسی رفتی گفتی آقا بحران مشروعیت داره. خب غلطه، این غلطه. نظام وقتی وجود دارد، وقتی قانون دارد، وقتی شرع داره ازش حمایت میکنه و وجود داره، بنابراین باید اثباتش بکنی. حالا یه سری المان ها را آقای مصطفی مطرح کردن. خب این المان ها قابل بررسی است، همش هم مورد وفاق نیست، باید بپذیره که نظر ایشون این بوده اینجوری شده. حالا میاد بحث میکنیم و این روی این بحث المان ها صحبت میکنیم. المان ها متغیرند، یعنی به نظر شما یک تعبیر دارد و به نظر بنده یک تعبیر خاصی، اما در قانون که تعبیر نداریم، ما شرع که تعبیر نداریم، البته اونها تفسیر خاص خودش رو داره، باعثی تو اون چارچوب مورد بحث قرار بگیرید. من نظرم بود اگر سوالی هم باشه من در خدمت هستم. روی المان ها اگر بحث بکنید اونا دوستان هستن. سریع بدم ببخشید من واقعا چون این صحبت ها رو میشنم احساس میکنم بحث من دقیق نیست، من مجبورم دوباره برگردم. الان اصلا هم قصد چیزی ندارم. آره ولی خب من تو اتاق دیگه نشستم، من گفتم من الان بله شما بیا چجوری دفاع کنم. بسیار خوب من خیلی سریع بگم چرا اشکالی داره. یه نکته مدیریتی بگم بذارید من بگم الان که ذره آرامش هست بذارید من بگم بعد شما نکتتون رو بگید. من خیلی الان هنوز دوباره دعوا نشده، بذارید من تموم کنم حد بحثمو. ببینید جناب مجتبی میگن که مشروعیت از قانون میاد، کاملا درسته، اصلا تعریف ما هم همینه، میگیم کسی که در قدرت است بتونه نشون بده که چرا توجیه بکنه در قدرت بودن خودش رو. چگونه توجیه میکنن؟ از قانون توجیه میکنن. ولی آها چه قانونی؟ آیا یاسای چنگیزی بر طبق یاسا قوانین مغول در قدرت بودن بر طبق یاسا، آیا یاسا اینها رو مشروع میکنه؟ آیا به این معنی است که مشروع هستند؟ الان من یک لحظه آیتونی ببخشید من نبودم تو بحث، میشه یه بار دیگه بفرمایید؟ یه بار دیگه بفرمایید. فون داشتم اگر میبینید شما چشماتون باز هست و روی عقل دارید کار میکنید من نشنیدم. یک میگه صادقانه شما میگی رو تلفنم، اونم میگه باشه میگم. بفرمایید از اول آقای
فرمودید که مشروعیت از قانون میاد. منم با شما موافقم. اصلا تعریف مشروعیت یعنی کسی که در قدرت است، قدرتش جنبه قانونی داشته باشه. چرا؟ برای اینکه وقتی ما میخوایم توجیه بکنیم قدرت رو، مجبوریم از طریق قانون توجیهش بکنیم. چون قانون روی عدل و انصاف مینشیند. یعنی میگیم به صورت منصفانه بتونی نشون بدی که چرا قدرت دست تو جمع شده الان و تا کی دست تو قرار باقی بماند. از چه طریق؟ از طریق قانون. کاملا درسته. پس کشور که قانون ندارد، جامعه‌ای که قانون نداره، هر کس در قدرت خود به خود نامشروعه. تمام. این کسی که شکی درش نداره. ولی این به این معنی نیست که هر جا قانون بود پس مشروع است. ناتسی ها هم قانون داشتن ولی تمام مخالفین خودشون رو سرکوب کردن. هیتلر یه شبه توی اون شب معروف زد تمام طرفداران خودش رو هم کشت، چه برسه به مخالفین، همه رو میکشت. خب ولی قانون هم داشت. آیا به این معنی که هیتلر مشروع بود؟ یا چنگیز خان یاسا داشت، این ایلخانان مغول یاسا داشتن. به این معنی است که چون بر اساس یاسای خودشون قدرت دستشون بود و هر کس رو میگرفتن تیکه و پارش میکردن پس مشروع بودند. این به این معنی مشروعیت خیر. پس یک نوع خاصی از قانونه که مشروع شما رو میکنه. چه نوعی از قانون؟ قانونی که در اون حقوق اقلیت حفظ بشود، قانونی که در سایه اون تمام ملت با یک حق مساوی حق داشته باشن نظر مخالف بدن، نظر مخالف هیتلر قانونی اومده بود سر کار مشروع. بله قانونی اومده بود، ولی قانون از بین برد که بعد دیگه مشروع شد دیگه. قانونی اومد سر کار. شما اینا رو بگی دیگه، پس بگو که مشروعیت از بین میرود. خب بله حالا من ممنون که اشاره کردید. یه بحثای دیگه هم کردم بعضی از مفاهیم رو، بعضی از مفاهیم بگه. من تذکر دادم بذارین بگه. مشروعیت جمهوری اسلامی میکنه. وقتی من میگم جمهوری اسلامی مشروع نیست و حکم گروگانگیر را دارد، به این معنی نیست که قانون نداره. بله قانون داره. دقیقاً قانونش نامشروعه که خودش نامشروع میشه. چرا قانونش نامشروعه؟ برای اینکه شما اولا خود اون قانون دقیق اجرا نمیشه که اینکه هیچی. تازه اگر خود قانون دقیق اجرا بشود که نمیشود و میدانیم نمیشود، اگر خودش دقیق اجرا بشه، قانونی است که این قانون در فضای حاکم است که این فضا فضای باز نیست. یعنی کسانی که این قانون رو نمیخوان، کسایی که قانون ولایت فقیه رو نمیخوان، کسانی که نظارت استصوابی نمیخوان، کسانی که حزبای سکولار یا حزبای غیر دینی میخوان تشکیل بدن یا به هر ترتیبی صدای مخالف دارن، اینها در پروسه مشارکت سیاسی نقشی ندارن. یا زندانی میشن یا سرکوب میشن یا باید خفه بشن یا باید مهاجرت بکنن. پس شما فضایی ندارید. پس این قانونی که برجاست دقیقاً حکم یاسای چنگیزی رو داره. حالا درسته که 12 فروردین 58 عده رفتن به جمهوری اسلامی رأی دادن، ولی الان به خاطر اینکه بسته است، به هیچ عنوان ما نمیدونیم این قانونی که اجرا میشه قانونی که مردم ایران میخوان یا نمیخوان. اگر فضا باز بود و بر طبق قانون در فضای باز سیاسی یه عده در قدرت بودن، بله اینها میشدن مشروع. الان نیستن، میشن حکم گروگانگیر. حالا شما بفرمایید قانون دارن، این قانون مهم نیست. من سخنم تمام. من آقای سرابی رو صبر کنیم. آقای سرابی اضافه شدن به تیم میسن جان. اجازه بدید میسن جان آقا روی صحبتش به من بود. آقایون بذاری من مدیریت کنم. من باید نوبت بدم میسم جان. مدیریتی رو بگم، یه جمله میگم بعد نکته مدیریتی رو بگم بعد شما ادامه بده. اول نکته تو میگی بعد نکته، اول جمله تو میگی بعد نکته مدیریتی. میسم جان نه دیگه، ما باید نوبت بدم. آقا نه آقای علی، آقای میسم صاحب که در سرش شرکت میکنن بعد محدودتر باشه، بعد یه افتر همه دوستان بیان صحبت کنن. چون باید مثلا الان ایشون صحبت از قانون میکنه، صحبت مشروعیت، شخصیت حقوقی که مشروعیت نداشته باشه، قانونی هم که میذاره مشروع نیست. چطوری یه هم میپره این تو کل خانه آرنت هم یه همچین صحبتی تو کتاباش نداره. آخه توی مباحث قانون گذاری میگن بعد تو اول مشروعیت داشته باشی بعد قانون گذاری کنی. این حرفا از کجا میاد آقا؟ هیچ مبنایی نداره. تعریف ایشون از رژیم، من بغل سه استاد دکترای حقوق در هیئت علمی دانشگاهمون نشسته بودم، داشتم این صحبت ها رو با آقای بریا میکردم، اونجا من نمره خودم هم گرفتم البته بمانم، ولی اونجا دکترای حقوق متعجب بودن تعریفی که ایشون از رژیم کرد. تعریف ایشون از رژیم رسیده به کارگزار. آقا آخه چرا انقدر بحثا بی مبناس خارج از فضای آکادمیک؟ اگر ایشون مدعی هستن که آکادمیک صحبت میکنه، پس همون پوپولیسی که من گفتم سوار بر موج نارضایتی مردم هستن دیگه. من ترجیح میدم واقعا با علیرضا مصطفی بحث کنم. یعنی اینقدر آخه مگه میشه مشروعیت قبل از قانون گذاری اثبات نشده باشه قانونش مشروع باشه؟ مگه داریم اصلا در کدوم تئوری حاکم؟ مرسی. آقای مشتاق شما خطاب قرار گرفتین، یک برگشت دارین و بعد میریم سراغ
سوال آقای علمی از آقای علیرضا مصطفی که یه خورده مخدوش مونده. بفرمایید آقای مشتاق. من با نظرات میثم موافقم. به هر حال بحث فنی هست. ببینید من اگر بخوام ایشون رو به چالش بکشم، دو تا سوال کوچیک میگم. ایشون خودش تو حرفاش تناقض وجود داره. ببینید من عرض کردم دو تا عامل برای مشروعیت گفتم. ایشون پذیرفت که قانون وجود دارد و مشروعیت دینی هم به هر حال یک بحث دینی هم وجود دارد. اگر تا اینجای کار موافق باشن میپذیریم پس مشروعیت خودشون رو مشروعیت رو نقض کردن، یعنی دقیقاً قبول دارن که مشروعیت وجود داره ولی اشکالات هست. این نکته اول. نکته دوم، ایشون چطور به خودش اجازه میده که یه جوری یه نظام رو رژیم خطاب بکنه، بعد خودش رو با مثلا رژیم مثلا با افرادی مثل مغول و چنگیز اینا. خب اینجوری اگه بحثه که منم ایشونو با جورج فلوید و نمیدونم مایکل جکسون اینا این حرفای اوناست، این چه مدل بحثیه؟ ما با یک بحث علمی میشینیم رو دیگه صحبت میکنیم. ایشون میگه مشروعیت ندارد، میگه مشروعیت قانون داریم، مذهب و مکتب هم داریم، پس بنابراین داریم. خیلی خوب، کجا اشکال داریم؟ سه تا اشکال ممکنه ایشون بگیره، من ممکنه 10 تا اشکال بگیرم، اصلا مسئله نیست. میشینیم با هم صحبت میکنیم. شما به قول معروف اگر علوم سیاسی هم خونده باشی، اینی میگن موج سواری مجانی. میدونی یعنی یک نفر وقتی من میگم کسی راجع به نظام سیاسی حرف میزنه، باید اول بیاد بگه من این نظام رو قبول ندارم، من این نظام رو دارم، این یکی رو قبول ندارم. این که بشینی یه انتخاباتی برگزار بشه، یه تظاهراتی بشه، یه حرفی تو کشور، یه حادثه، یک مشکلی، یک بحرانی به وجود بیاد، بعد یه نفر بیاد سوار این جریان بشه و حرف خودش رو بزنه، اینه بهش میگن سواری مجانی. متشکر. آقای علمی از تیم مقابل، از آقای مصطفی از تیم ما یک سوالی کردن، کمی مخدوش شد، نشد جواب بده. اگه میشه تکرار کنین جناب علمی. والا به نظرم من از اون بحث عبور میکنم به دلیل اینی که و الان عرض به حضور شما که تیم ما قوی هم شده. من وقتم اون بله آقای سرابی رو دارین آقای علمی، تیم شما هیچ موقع قوی نمیشه، خیالتون راحت. آقای سرابی از وقت من استفاده کنم، سبه اصفایی میکنم. من فقط یه نکته ای رو بگم آقای طوفانی، چون جایی بودم یکی از دوستان پیام داد، یه نکته ای رو بگم فقط. نکنید قبل از این که ازم بحث محتوایی کنم، من برای گفتگو نیومدم بالا. کسی که در یه تلویزیون خارجی جوانان کشور منو تشویق به آدم کشی میکنه، یعنی تشویق به کشتن نظامیان میکنه، از نظر من تروریسته. خب و اصلا جای بحث نداره. اینی که دارم میگم فیلمش موجوده، صحبت ها هم هستش. ایشون 100% میگم که به شدت سر این موزه هستن. خب تو با ایشون صحبت نمی کنیم. باشه. کنید. حالا نه اینو باید همه جا گفت. باید همه جا وظیفه اخلاقیه، باید جار زد. کسی که کشتن افراد رو از هر طیفی در کشور من توصیه میکنه به افراد و توجیهش میکنه، این شخص فعالیت تروریستی داره. در یه رسانه. این نکته اول. محض سواد، آخه آدم باید یکم سواد داشته باشه. ما وقتی از مشروعیت صحبت داریم باش بحث می‌کنیم. نه وارد سواد میخوام بشم. گوش کنید آقا، گوش کن. الان به همینجا گفتش آقا سواد نداریم. گفت شما اصلا مسئله که دارین مطرح می‌کنید وارد فلان باش حرف نمی‌زنید. اصلا شخص اصلا مشروعیت، بله برادر من، هر کسی که در یک فضای عمومی صحبت میکنه، من هر کسی که در فضای عمومی صحبت میکنه، خرزوخانم که باشه، حق دارم به عنوان یک انسان راجع به اون صحبت هایی که به صورت عمومی شده صحبت کنم. بقیه هم حق دارن راجع به صحبت من بکنم. من راجع به شخص خودم از صحبتی ندارم با ایشون. خب تمام شد و رفت. ولی راجع به حرف هایی که زده میشه، این یک گفتمانه، این فقط یک شخص نیستش، یه پدیده ایه که رواج داره. راجع به این پدیده میتونم صحبت کنم. چرا نتونم صحبت؟ نظر من مدیر جلسه هم شما از اول میتونستی صحبت کنی، ولی خب بله نه من موضع خودم رو گفتم که جایگاه انسانیم حفظ بشه. نه من موضعم رو گفتم. آره من موضعم رو گفتم، جایگاه انسانیم حفظ بشه. خب نکته ای که وجود داره وقتی ما راجع به لژیتیمیسی صحبت میکنیم، اصلا بحث تو اینها نیست که شخص یا قانون. مهم اینه
وقتی ما داریم مشروعیت صحبت میکنیم، مشروعیت مأخذش ارزش ها هستند. خب یعنی این افراد میان توی فضای عمومی، افرادی هستن، پدیده ای هست میاد در فضای عمومی یه صحبت هایی رو داره میکنه. وقتی ما راجع به ارزش ها صحبت میکنیم در حوزه سیاسی، ما سه تا ارزش داریم به طور کلی: آزادی، عدالت و استقلال. حالا توی اینجا تفاوت چیه؟ اینی که این آزادی که دارید راجع بهش صحبت میکنی تو مصادیق کدومی که از آزادی ها اولویت بیشتری داره؟ بگین بحث این نیستش. من میگم نظام ایالات متحده مشروعیت نداره اگه این شکلیه. مبنا وقتی میخوایم صحبت کنیم، پس مشروعیت افراد، مشروعیت قوانین، همه از سه تا ارزش میاد تو حوزه سیاسی، تو فلسفه سیاسی. وقتی کسی داره صحبت میکنه باید بره رو اون سه تا ارزش ببینیم آقا اون ارزش ها چه مبنایی داره. آیا شخص معتقده، من آخه برام عجیب غریبه، یه مثلا یه کسی طبیعتگرا باشه، ایتیست باشه، خب بعد اول باید بیاد برادریشو ثابت کنه که ارزش رو از کجا میاره، که حالا میخواد بگه که یک نظامی بر اساس اون ارزش ها مشروعیت دارد یا نداره. این خودش خیلی حرفه. من ارزش هامو میتونم بگم از کجا میارم توی یک نظام دینی، حالا با اون ارزش ها میسنجم ببینم جمهوری اسلامی تا چه حدی توانسته است روی اون ارزش هایی که من صحبت میکنم یک سیستم سیاسی رو نگه داره. اگر مثلا در مورد عدالت نتونسته باشه، من میگم اینجا ضعیفه جمهوری اسلامی. ولی این دوستانی که این پدیده‌ای که داره در فضای مجازی رخ میده، میاد یک کلماتی رو به کار میبره که گاهن بعضی از دوستان ممکن، خب شخصی رشتش فلسفه سیاسی نیستش، این که آقا لجیتیمیسی نمیدونم از فلان میاد، از قانون میاد. کی گفت از قانون میاد؟ خود قانون مشروعیتش به چیز دیگه بنده، یعنی ارزش های اولیه است که اونجا شما ملاک تازه میدی برای سنجش ارزش ها، که آقا این چقدر از این ارزش ها در این قانون متبلوره. یه سری منابعی هستن که مشروعیت بخشن، اون منابع رو باید مشخص کنی. از این که رو هوا همینجوری ما هی صحبت کنیم بریم جای دیگه، جمهوری اسلامی مردم رو گروگان گرفته، اگر پس مردم بزنن بکشن درسته و نمیدونم اینها، هیچ کس این رو نمیگه. حتی من چیز میدم، مقاله ویرانی طلبی داره آقای پوپر، خشونت و ویرانی طلبی، دوستان برن نگاه کنن، دقیقاً چیزی که اینها راجع بهش صحبت میکنن رو کلمه ویر. پوپر یکی از اندیشمندانیه که نظریه پرداز دموکراسیه، این چیزی که اینها هستن رو بهش میگه ویرانی طلب. این که خشونت رو شما کجا میتونی استفاده کنی راجع بهش بحثه. بعد به این راحتی بدید همه جا بشینی تبلیغ خشونت کنی، آقا جمهوری اسلامی گروگان گرفته، بس میتونی عمال جمهوری اسلامی رو بزنی همشون رو بکشی، این یعنی رهایی از گروگان. این عین تروریسمه، اون هم راجع به یک کشور. ممنونم، تشکر، ببخشید من شایی بودم دوست. ممنون، تشکرم، لطف کردیم. خیلی خوب، برگردیم به اینکه ما بحث انتخاباتی میکردیم، 41% رسیده بودیم به مشروعیت، آروم آروم اومدیم تو تعاریف، برگردیم به همونجا. خب آقای ما از تیم ما دارم سعید همین آقای مصطفی، میخواستم شما سعی کن تو تیم ما بازی کنی. نه اصلا فعلا تو مباحث نمیخوام وارد بشم، ولی یه توصیه میخوام به دوستای انقلابی بکنم که وقتی که هر کدومتون صحبت میکنید اول میخواییم بیان یه خنجر بزنید و تازه میخواییم برسید. آقا این کار رو نکنید، حرف دارید خیلی قشنگ صحبت کنید دیگه. بعد امروز من نمیدونم همه دوستای انقلابی آقا زیر فشار هم یعنی چی؟ مکرر بستن که همه بخوام پاسخ بدن، بعد همدیگر هم هیچ کس قبول نداره. خب یکی که صحبت کنه، خب یکی از سکوت کنه که بتونه صحبت بکنه دیگه. من آخر جلسه حتما وارد بحث میشم آقای